بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری پیش رو داشته باشیم. امروز برنامه جالبی رو تقدیم حضورتون میکنم با حضور آقای علیرضا توانانیا که نویسنده یه کتاب 50 روز با سیا یا 50 روز با CIA هستند و تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردن، مخصوصا اینکه خیلی سریع بود، شورت نوتیس به قول آمریکایی‌ها. دوشنبه 28 اکتبر برابر با 6 آبان 1392. خوش آمدید به تلویزیون مردم و خیلی ممنون، بهتون خوش آمد میگم. ما اینجا معمولا برای مهمونا مینویسیم که به تلویزیون مردم خوش آمدید، احساس غریبی مکن اینجا که رسیدی، این کلبه کوچک تعلق به تو داره. باعث افتخاره که در جوار شما هستیم. دوستان عزیز، آقای علیرضا توانانیا، شما دوست آقای احمد رضایی پسر محسن رضایی بودید؟ بله. دوست یا همکلاسی یا همکار؟ همکلاسی و همکار، همه شاملش میشه. میخوای یه مقداری از بیوگرافی خودتون؟ من خیلی سریع میگم که قبلا البته شاید آگاهی کرده باشم. ماشاءالله پر انرژی، سریع بفرما. من ساکت میشم. ما 19 سالم بود، 18-19 سالم بود که ایشون رو باشون آشنایی پیدا کردم و بعدش هم آشنایی ما به جوری شد که دیگه مثل برادر بودیم. همش روزا هم تمام 24 ساعت روزو با هم بودیم و بعدش هم که ضابط ویژه قضایی شدیم جفتمون و فعالیت هایی داشتیم در داخل کشور. این یعنی چی؟ ضابط ویژه قضایی. اون موقع که ما بودیم فقط 100 نفر بودن که این کارت رو داشتن، که خب میشه گفت فقط بعضی حالا هستن که فقط میتونه مخصوص هر شهری باشه، مثلا استانی باشه، استان تهران یا جای مختلف، ولی خب بعضی ها کمتر میشه، مگر اینکه شما کانکشنتون خیلی قوی باشه که کل کشور. به معنی اینکه میتونید شما برید پایگاه مختلف سپاه بازرسی کنید، یا میتونید یعنی اجازه هم یعنی مثل بازرسان ویژه اینجوری؟ بازرس ویژه قضایی. بله، بازرس ویژه قضایی. خب که با اون سن و سال شما وقتی این شغلو میگیرید دیگران اعتراض نمیکنن که مثلا؟ خب کسی که در جریان نیستش، فقط ما میدونیم و خودمون، یعنی مردم. آها، یعنی یه چیز مخفیه. اوکی. حتی میدونم جایی من همیشه به صورت اندرکاوره، به صورت خیلی مخفیانه است، که فقط افرادی هم هستن که خب کانکشن دارن با افراد. میشه من سوال کنم مثلا حقوق شما تو اون زمان چقدر بوده؟ خیلی سوال خوبی میکنی. اصلا حقوقی نبود، یعنی ما فقط ببینید هدف ما آموزشگاه داشتیم، آموزشگاه مؤسسه فراز داره، اون موقع خیلی توی ایران معروف بود، در کنار آقای قلمچی. آقای قلمچی هم آموزشگاهش کنار ما بوده و ما این کاری که میکردیم اصلا به نیت پول نبود. شما فکر کن ما 19 سالمون بود، خب فقط میرفتیم، چرا که خب باباشون پرونده‌ای میمد دستشون، بعد میدادش که میداد دست احمد یا داییش رضا خدن که اینا رو بررسی کنه. و بعد باعث شد که به مرور زمانش یه سال کشید که پای ما که باز شد به دادگاه‌ها، بعد یا اینکه میرفتیم سفرهای مختلفی که از پادگان‌های سپاه در نقاط مختلف ما بازدید میکردیم، به گونه شدش که این حالا جالبیش اینه که چرا حالا حتی من الان اینجا هستم، به خاطر این بود که اولا که درآمدی ما نداشتیم، ولی ما میرفتیم پرونده هایی رو که کسایی که خلافکارای اصلیش سپاهی ها بودن، حالا میتونستن تو هر لبلی باشن. این از اون شغلای نبود که میگو که حقوقش کمه ولی درآمدی زیاده. اصلا نیاره میدونی حرف شما میدونی، اصلا داستانی که برای من وجود داره خیلی متفاوته با این. اصلا من مسائل مالی در اون زمان اصلا مد نظر ما نبود. یعنی میشه بگیم که شما اون حسن نیت و نگهداری از انقلاب و اینا به اصطلاح دنبال اون بودی؟ نه اتفاقا اصلا با خود من شخصا خیلی از کارهایی رو که میدیدم مخالفش بودم. ما دقیقا کسایی بودیم که دوست داشتیم به مردم کمک کنیم، یعنی اینکه میرفتیم تو خیابون. الان شاید خیلی از کسایی که تو ایران هستن میبینن که یه عده از بسیجی جوونی که اصلا صلاحیت ندارن جایی رو میذارن که امر به معروف و نهی منکر کنن. ما هم من هم احمد مخالف اونجور افراد بودیم، یعنی مخالف این بودیم که اصلا این افراد شایسته این نیستن که بیان دختر و پسر رو استاپ کنن تو خیابون به خاطر اینکه خانم یا حجابتو درست کن یا اینکه صدای ضبطتو آزادی. انسان اولین شایستگی هر انسانی هستش که از آزادی و حقوق بشر
و حقوق مدنی که لازمه برای اثر. آخه این یه مقداری از نظر منی که خارج نشستم ضد نقیض با اون چیزی که ما فکر میکنیم. یعنی دولت از این ور میاد یه سری رو میفرسته تو خیابون به عنوان گشت ارشاد و بسیجی و نهی و از منکر و امر به معروف، بعد از اون ور شماها یه نهادی استخدام، یعنی حالا یا کار یا استخدام یا هرچی یا وظیفه دارید به عنوان که برین روی دست اونها نگاه کنید که که کاری رو بهشون گفتن بکنید نکنن. خیلی این مسائل در داخل شما، شاخه‌هایی که در داخل سیستم‌های اطلاعاتی ایران وجود داره بسیار پیچیده است و هر کدومش میدونید رئیس خودشونن و هر کدومشون هم مدعیان میتونه به صورت اطلاعات. همینه که امروز به اینجا رسیدیم که این همه مشکل داریم. یعنی این دلیل این نبود که مثلا شاید خیلی اگه یه آدم عادی رو شما نگاه کنی که میخواد بره اصلا به اون لول نمیرسه. ما چرا؟ فقط به خاطر کانکشنی که داشتیم بود. یعنی همین کارم عملا زیر سوال میره. یعنی آیا کشوری ما داریم زندگی میکنیم؟ اصلا خود من به نوعی ببینید ما چرا انقدر ضعیفیم؟ به خاطر اینکه تمام ما ایرانی ها فقط غرور داریم، هممون میخواییم بگیم که ما همه هستیم، حالا نه فقط تو ایران، تو آمریکا. ما چرا باید یاد نگیریم که به عنوان سرباز خدمت کنیم به مردممون؟ چرا هممون میخواییم سردار باشیم؟ اگر هممون میخواییم فقط رهبر باشیم، هممون میخواییم هیرو باشیم، پس کیه که باید اون خدمت ها رو به مردم انجام بده؟ من خودم به این فکرم که حتی چرا افراد مثلا منی که اون سن رو داشتم، مثلا دقیقا حرف شما درسته، یعنی دقیقا نقطه ای بود که الان بر علیه رژیمه. الان شاید سازمان اطلاعات میده اونا رو سوال میکنه که چرا همچی فرد توی این موقعیت قرار داشت و نه من. الان مطمئن باش خیلی ها هستن که همینجوری کورکورانه شما میبینین قطعه‌ای به وجود میاد. اینه خب یکی میتونه مثل من باشه که عشق مردمه تو قلبه، یکی هم میتونه به فکر پول باشه، میلیون ها دلار اختلاس میکنه. خب شما فکر میکنین چند درصد میتونن مثل من نوعی باشن که قلبا عشقم مردم ایرانن و عشقم مردم فقیر ایرانن؟ من واقعا حامی کسایی هستم که همین الان توی زندان ها هستن. آیا کسی میتونه حرف اینا رو درک بکنه؟ آیا گزارشگرایی که هستن در خارج کشور فقط سعی میکنن که چرا ما باید ببخشید اگه سوال داشتیم بفهمیم، ولی چرا ما باید همش به تاریخ گذشته برگردیم هی بگیم این شاه، این زمان شاه، این چی شد؟ چرا ما الان نمیاییم اسامی که خیلی از اسامی که حتی هستش که جانیانی هستن که این افراد در سازمان اطلاعات هستش، لیستشون هست، چرا ما نمیایم تک تک اینا رو به مردم شناس براشون شناسایی کنیم؟ چرا از افرادی که داخل ایران هستن و اینجوری در تمام شما دلیل داره؟ البته چرا که در قسمت هایی که میبینید که حالا چه مثلا به عنوان منافقی، چرا من خودم واقعا منفرد میام و از شما واقعا من میگم شما رو خیلی خوشحالم که شما یه فردی هستید که کاملا فکر بازی دارید و هیچ جهتی نمیگیرید. منم دقیقا مثل شما فکر میکنم. چه منافقین، چه اونایی که شاه دوستن، آیا همین خانم رجوی، آیا مثلا رضا شاه، رضا پهلوی، که این همه شما کسایی هستین، دو تا رشته های، یعنی کسایی هستین که اصل مردم ایران شاید شما رو بله به عنوان گروه های مخالف رژیم میشناسن، ولی شما برای مردمتون ازشون سوال میکنم چه کاری کردید؟ آیا اینی که من بیام بگم هر کدوم اینها ملاقات داشتید، چه با آقای رضا پهلوی چه با خانم رجوی؟ نه هرگز با این افراد ملاقات نداشتم. خب بذار یه سوالی بذار برای دوستان بگیم. این دوستی رو که شما عکسش هم اینجا هست، احمد رضایی، میدونید که پسر محسن رضایی که ماجرا داشت، مشکل داشت، یکی دو بار آمد و رفت، بعدا خودکشی کرد توی ترکیه یا خود یا کشتنش. من چون نمیدونم چند سال اینجا بود. البته این داستان برمیگرده به سال 99 بلد. که ما اصلا اومدیم، که داستانم برمیگرده که ما چگونه اومدیم، اونجوری که ذکر کردم که با کمک سازمان CIA بود بلد. و اینم لازمه ذکر کنم من تمام مطالب که نوشتم، من چون این کتاب رو هنوز نخوندم بله بله. من ایشون رو پریشب دیدم و ازش ممنونم که وقتی ازش دعوت کردم که توی برنامه من شرکت کنه قبول کرد. چون میدونید اینجا دوستان ساده نیست شما برید به کتاب بنویسید، پای CIA رو بکشید که وسط، اسمایی رو ببرید. من حتی یکم سورپرایز شدم، چون شما وقتی میخواید این کارو بکنید دفنیتلی حتما با اونا صحبت کردید که من دارم یه چیزی مینویسم میخوام چاپ کنم اینها، اونا بیان اجازه بدن که افرادی مثل شما بیان اینجا بگید. الان مثلا اینجا نوشتید که ما اولین کسایی بودیم که CIA
آمده کمک کرده. خانم فاینشتاین از کالیفرنیا نماینده مجلس سناتور بله بلند شده رفته قبرس، شما رو اونجا دیده. سوال من اول بریم درباره این آقای احمد رضایی. به نظر میاد که ایشون از اصل با باباش مخالفت میکرده اینجا. از در ایران که بودیم بله خیلی مخالفتش خیلی شدید بود، همیشه با هم تضاد داشتم. تضاد داشت. ولی خب حالا کسی که با پدرش که توی دو تا جا مقام مهمی داشت، یکی سپاه پاسداران، یکی اون مجمع تشخیص مصلحت، وقتی پاش میرسه اینجا چرا باز برمیگرده از آمریکا میره که با اون وضع کشته بشه؟ خب مسائل امنیتی برمیگرده و شاید بنفیت سودهایی که میتونست براش داشته باشه با اونجوری که در کتاب، البته من خیلی داستان جزئیاتش رو ذکر کردم. اینو که بخونم یه بار دیگه باید با هم مصاحبه کنی. فقط یه سوالی جانم، چون قبلا من شما صحبت کردیم درباره این که ایرانی ها کتاب ها رو نخونده قضاوت میکنن، گفتم ناراحت نباش من 3 ساعت برنامه میذارم، ویدیو میذارم رو بالاترین، 3 دقیقه بعد یه نفر میاد میگه همش حرف مثلا اشتباه بود. میگم آقا من این 3 ساعت ویدیوه، شما 3 دقیقه پیش من اینو گذاشتم، احتمالا شما 1 دقیقه پیش دیدیش چجوری صحبت میکنی. من نمیخوام به اصطلاح قضاوت از پیش کنم، ولی وقتی که میبینیم یه جوانی بلند میشه مثل احمد رضایی، میاد بچه یه فرد بسیار مهم میاد اینجا، بعدن میبینیم که مقداری با دیپرس یا افسردگی توی این کشور اون کشور سرگردان هست و اینها، این فکر تو مغز من هست که آمریکا اینا رو استفاده میکنه، بعد که تخلیه شدن ولشون میکنه، رهاشون میکنه و اون موقع است که اینا افسرده میشن. شما این حالت رو نداشتی، ممکنه شما قوی تر باشی، شما نمیدونم از لحاظ خانوادگی اینها، نمیخوایم اونها رو مطرح کنی، ممکنه اینجا کسانی بودن که کمکت کردن، ماشاءالله آدم موفقی هستی تا اونجایی که من میدونم. من با سوالم برمیگرده به ایشون، چرا آقای احمد رضایی تو اون شرایط برمیگرده ایران؟ شما از اونجا باهاش بودید یا نبودید؟ نه دیگه من اون قسمت ها رو خب دقیقاً حالا من ذکر میکنم سریع که بدونیم که چرا. ببینید ما که اومدیم اینجا خب بعدش هم بعد از 50 روز کشید، همونجوری که من ذکر کردم، من گفتم همین که خیلی ممنون که ذکر میکنید، همین که واقعا این تیتر کتاب باشه، این خودش واقعا خیلی من فکر کردم کار واقعا مسئولیت داریه. همین که شما اسم بنویسید، اسم سیایی یا روز با سیا کم سیایی خودمونه، حتما بگیرید روی amazon.com هست نه توی کتاب فروشی های هم توی کالیفرنیا هست، هم توی همین مریلند، توی ویرجینیا خودشون هم وبسایت دارن که حالا عکسشون اینا رو نشون میدم. بله. با خودشون هم روی فیسبوک مستقیما میتونید در تماس باشید. حالا شاید بعد مثلا یه بنری هم بذاریم روی مردم تیوی، لینک کنیم به وبسایت ایشون یا اینکه از جا روی آمازون هم بذار دیگه. البته هدف اصلی من این بودش که اول اصلا به زبان انگلیسی وارد بازار بشه، یعنی اون هدف من بود. این فقط یه حالت داشتش که خب خیلی هستن که شاید به زبان انگلیسی اون معارض قابل براشون سخت باشه بخونن، همین بود که فقط اینو به صورت فارس دادم. یعنی هدف من این نبود که از اول همیشه من چاپ انگلیسیش مطرح بود، چیزی بودش که هدف من اینه که دنیا بفهمه که چه خبره. من دنبال همیشه هدف بزرگ میگشتم، دنبال این نیستم که دنبال این نیستم که حالا یکی بیاد، حالا ما ایرانی ها همه جاجمنتال، حالا یکی میبینه میخواد، یکی میخواد بگه که ها درجا میخوام بزنم، اصلا نمیدونیم حتی این تو چی نوشته، نمیدونیم کسی که اینو مینویسه چه مسئولیتی داره، ولی درجا حتی حاضر نیستیم میتونه به نفع منافع خودمون باشه که من دارم میگم، من اعلام میکنم، من نه جنرالم، نه من خودم رو سرباز ارتش آزادی بخش ایران میدونم، همینو بس، نه جاخه شاهنشاهی دارم، نه منافقین، هر وظیفه‌ای که در حد در توانم باشه، چه در آمریکام که بودم همونجوری که ذکر کردم و در مصاحبه قبلی مطرح کردم، ما بعد که با سی‌آی‌ای وارد شدیم خب شما خود به خود FBI با شما در تماسه و میخوان روزمره رو بدونن که شما وضعیت باید، یعنی نرماله. حالا هر شما بالاخره یه آدم نرمال دیگه نمیتونی باشی، میخوان مطمئن شن که شما شرایطت بالاخره خطری نه چم میتونه از طرف خطری باشه که برای شما بالاخره شاهد چیزایی بودی که خیلی ها نمیتونه، هم اونا باشن. باید حواسشون جمع باشه که شماها مأمور نباشید از طرف دولت ایران. بله جالبه که گفتید، اتفاقا من ذکر کردم اولی سوالی رو که من مثلا داشتم با خب کتی و جف دوستایی بودن که از FBI وارد شدن، جفتشون عکسشون هم تو کتاب هست، البته آدمای خیلی الان جفتشون بازنشستم شدن و خیلی آدمای پخته ای بودن،
حال جالب بود چون احمد اون زمان نخواست و در جا از اینجا رفت. خب اونا گفتم منم کجا کار میکنم، شیک ویله، شیک ویله که دیگه شما میگه ساندویچ فروشی ها، دقیقاً یه ساندویچ فروشی بود، ما اونجا ساندویچ مسیحی یه شنبه ها هم بسته اینجا. بله یعنی من افتخار میکردم و افتخار میکنم، اینو لازم هم اینجا ذکر کنم که زندگی که تا الان داشتم و ساختم با هر گونه سختی که بوده، میدونم که هیچ وقت یک دلار یک سنت نبوده که از مال مردم بخوام وارد زندگی کنم. خب اینایی که بعضیا میگن CIA به فلانی اینقدر میلیون دلار پول داده و اینا همه شایسته است. ببینید بستگی داره اولا که به کس، ما که فقط اومدیم، من اینم ذکر کردم فقط. خب ببینید تمام در سفر بودیم، همش میدونستن که اطلاعات دنبال ماست. شما فکر کن اگه خودتون جای ما بذارید، اول دوبه ما رو بردن قبرس. تو این کتاب توضیح میدنی که ارتباطاتتون چجوری برقرار شد؟ یعنی این کتابی که اگر اصلا دوستان آمریکایی من میگم چنین چیزی وجود نداشت، یعنی یه داستان واقعی شما هیچ وقت ندارید که از داستان واقعی باشه که یک سیایی عمل انجام. منظورتون چیه از دوستان آمریکایی میگن همچین چیز وجود نداشت؟ یعنی سیایی اطلاعات... شما رو کتمان میکنه یا نه 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 نمیگم اسم سیایی ندارم، ولی از افرادی که توی اطلاعات آمریکا آگاهی دارن هرگز چنین کتابی وجود نداشته که یکی بیاد اطلاعات دقیقی از یک عملیاتی که انجام میشه و سیایی انجام میده باشه. و در ثانی همیشه ما CIA به شما نگفت که این کتاب رو ننویس چون شما اینو من ذکر کردم آخرین خب. چیزی که ما آخرین باری که بود ما یک ماه بعد از اینکه وارد آمریکا شدیم آخرین بار چه سالی بود؟ سال 99 دیگه که 99 بود رسیدیم اینجا 14-15 سال پیش و آخرین بار بودش که ما ملاقاتشون کردیم که گفتن خب شما آزادید، یعنی میدونستن که ما به چه افکاری اومدیم و گفتن که حالا میتونید هر کدوم هر کاری که دوست دارید انجام بدید. و اینو من اتفاقا سوالی بود که قبلا هم ازم پرسیده بودن که آیا اینها نمیگن یا آیا اولا که اینها آیا مخوافق کار من هستن؟ من فکر نمی کنم، یعنی مطمئنم، چرا که در حال حاضر دوست ندارن هیچ گونه تنشی در ایران به وجود بیاد. ولی آیا من کسی نیستم که نیومدم، منم خودم زندگیمو از صفر شروع کردم و همجوری رشد کردم مثل زندگی تمام افراد دیگه که دارن. من نیومدم اینجا که کسی به من بگه که این کارو بکن کار نکن. اگه میخواست بر مبنای مادی باشه که ایران میمونم و دزد از اونجا دیگه جایی بهتر از ایران واقعا نیستش که بخواد آدم دزدی بکنه و میلیونر بشه، درسته؟ من اصول افکار من فقط و من هیچ کسی هم نیست، یعنی اگه شما گفتین ساپورت داری خودمم و خودم و خدای خودم و تعهدی که خودم در قبال مردم ایران میدونم. پس چرا احمد رضایی برگشت رفت؟ خب ما که اومدیم اینو ذکر کردم، ما راهمون جدا شد دقیقا وقتی که من به فیلادلفیا رسیدم. چرا رفت اونجا من دنبالش نرفتم؟ بخواد اینکه اولا که خب در اون زمان خیلی میبردن، چرا زمان این مدت رو 15 سال صبر کردیم؟ خب شما وارد کشوری میشی که نه از فرهنگش میدونی نه از مردمش و اصلا نمیدونی چه آزادیایی داری. من باید اول این اطلاعات رو در ذهن خودم به وجود می آوردم که مشغول کار میشی که روز چی تو بگذرونی، زندگی تو بگذرونی، زبون رو یاد بگیرید. آیا این نیستش که شما بخوای، اگر میخواهید شما سودمند باشی برای مردمت، خب اولین اصلش اینه که خب اطلاعات لازم، اطلاعات بیسیک رو داشته باشی که بعد که به عنوان مثال در کتابت ذکر میکنی بتونی ازش دفاع کنی. بعد گروه های مختلف آدم شناسایی میکنه، یعنی اول بحث تحقیقات آدم تمام میشه و میبینه که خب حالا چه کاری میتونم انجام بدم. ولی من و ایشون راهمون بعد که رسیدیم به فیلادلفیا واقعا جدا شد. چرا فیلادلفیا همون جایی که اینها 50 روز براتون خونه گرفتن؟ ما توی نیوجرسی بودیم اول که بر جایی بودش که بعد دیگه، ولی ما که رسیدیم دیگه خودمون بودیم و خودمون و به ما گفت خب میدونستیم. من یه چیزی میگم، شما میتونید یه سری میشه بگین که شما وقتی اومدی اینجا اون چیزی بود که باور داشتی یا حتی اگه چیزی بود که انتظارشو نداشتی خودتو تطبیق دادی، ولی این آقای احمد رضایی یه باور دیگه داشت و اون چیزی رو که میخواست اینجا پیدا نکرد یا فکر میکرد اینجا بهش خیلی اهمیت میدن بهش اهمیت ندادن اینجوری شد؟ من حس میکنم که دقیقا فکر میکرد که الان میتونه در جا بره و خیلی، یعنی قدرت طلبیش باعث فکر میکنم من خب الان این قدرت طلب بود وقتی باباشم اینقدر اونجا وقت چیز داشت، این که میتونست اونجا بهترین قدرت و شغل و اینا رو داشته خب باشه. خب اگه شما داخل اینها باشید هر کدوم با هم الان نگاه کنید، شما میرن و بچه یکی و دختر موسوی رو میزنن ببینید
شما وقتی که بیرون گودادم هست و نگاه میکنه فکر میکنه همه رو به یه چشم میبینید، ولی اگه داخل باشید مثل خانواده هایی که شما مثلا میبینی همه خاله و دایی هن و فکر میکنی همه عاشق همن، بلکه وارد میشی میبینی که هر کدوم میخوان هم دیگر رو بکشن. آه. داخل رژیم هم داخل ولی این دید من یا نگاه من رو شما درک میکنید؟ دقیقا حرف شما درسته، از این دایه نه دقیقا. خیلی خوبه که سوال میپرسین، چرا که این سواله که خیلی ذهنشون به وجود میاد. ما باید اینها رو طبقه بندی کنیم و بعد میتونیم دیده بهتری داشته باشیم. مگر این البته این اتفاقا وقتی میفته که خب آدم توی این افراد با بینشون بوده و بعد بتونه مردم رو آگاه بکنه. و حالا مردم ایران شاید مهمترین سوالش اینه که حالا ما بچگاه همه میدونه، الان شما بگم هر کی که داره میبینه فساداشون رو میدونه، جنایتاشون رو میدونه. سوال اینه که خب اینها انتظار دارن. اولا که من اینجا ذکر کنم الان این کار، مگر سوال من دفعه قبل ذکر کردم که وظیفه ما باید بدونیم که دولت آمریکا اولا که چرا ما انتظار داشته باشیم بیاد ما رو ساپورت کنه. وقتی میگه دفعه قبل مصاحبه داشتن با خانم شوره عاصمی و اگر فرصتی پیش بیاد اون مصاحبه ها رو هم فیلماش رو از خانم عاصمی میگیریم تو یوتیوب و اینجا نشون میدیم. بله تو یوتیوب. نه من با خانم عاصمی بله خیلی خوب دارم، یعنی ایشون اجازه داده که من فیلماش رو نشون بدم. با همینجا تشکر میکنم، اتفاقا دیشب ایشون رو به اتفاق همسرشون آقای تقی مختار هم دیدم که جای بسی خوشبخت. پس شما جدا شدید؟ ما جدا شدیم. بله ما جدا شدیم و من بیشتر اینجا نه با خیلی دوستانه ما حتی ما هیچ وقت ببینید من سیستم من اصلا هیچ وقت جنگی وجود نداشته. من همیشه احمد رو مثل برادر خودم میدونستم. حالا شما بعضی موقع با برادرت هم بحثت میشه و این درست به این فکر نیستش که من همیشه چون از اون سنم یک سال بزرگتر بود یه حس خاصی بهش داشتم که دوست داشتم واقعا تا حدی که حتی اینجام که میخواست بره من مخالفش بودم. وقتی خودکشی کرد یا کشتنه شما خود تو سرزنش نکردی؟ من تا یک سال واقعا هیچ مصاحبه نکردم. اگه قرار بعد بری ببینی بعد از یه سال فکر اگر یه کار متفاوت انجام داده بودی مطمئن نمیچودش. یعنی کاری که اون میدونین چرا انسان یک پرنسپل یک اصولی رو ما زندگی میکنیم. من هیچ وقت به هیچ قیمتی حاضر نیستم اون اصول حتی اگر شده جونم از دست بدم ولی اصول زندگیم رو عوض نخواهم کرد. انسان باید وظیفهش خدمت کنه به مردمش و اگر شما وسوسه پول بشی و وسوسه قدرت بشی این عواملیه که شما رو از اون سرباز بودنت چیکار میکنه جدا میکنه. اگر ما قادر باشیم هر کدوم ما فقط یاد بگیریم که چگونه در جامعه با هم اینتراک کنیم، اول در جامعه آمریکا با هم دوست باشیم، تمام گزارشگرها تمام افراد سیاسی چه اشکالی داره که به عنوان مثال چرا اصلا این تو ذهن منه نه تو ذهن خیلی بد باشه که چرا اصلا مثلا آقای پهلوی چرا خانم رجبی که دوتا شاخن چرا اینا نمیان یه مناظره باشه؟ اینا مگه مردمشون رو دوست ندارن؟ مگه نمیخوان دموکراسی باشه؟ مگه اون فجایعی که به وجود اومدش در عراق آیا ما ناراحت نشدیم؟ اونا کی بودن؟ اونا ایرانیان. تمام افرادی که منظور تو بخوان... کشتار 52 نفر از مجاهدین آیا این کار دوست؟ این کار دقیقاً این کار حیوان دقیقاً مثل حیوان برخورد کردن با افراد. این جنایت فجیه و این وظیفه ماست. اگر شما رهبری این گروه رو بر عهده داری وظیفه شما هستش که رابطه نزدیکتری بتونی با مردمت برقرار کنی. شما فکر کن الان هر کسی رو شما فکر کنی، یعنی شما همین الان دارید از اینا انتقاد میکنید اینا... که اینها نتونستن اون رابطه رو اول با خودشون بعدن با مردم حتی مردم خارج برقرار کنن، در صورتی که اینا ادعا دارن که با ایران در رابطه با مردم ایران در رابطه هستن و فردا میتونن. خب شما امروز که میگید به اصطلاح خدمتکار بودید سرباز بودید خیلی خوبه، این دوتا کلماتی که استفاده میکنید خیلی خوبه چون دنبال قدرت و ثروت نرفتید. اون آدمو اون موقع آدمو کسی میخواد سرباز نباشه، رهبر باشه، میخواد خدمتکار نباشه، به اصطلاح دستور بده، اونجا باعث دردسر میشه، همین دردسری که ما امروز گرفتار شدیم. شما چی فکر میکنید چه عملی رو اونا باید انجام میدادن که ندادن؟ به نظر شما که از بیرون داشتید اینا رو نگاه میکنید؟ به نظر میکنید. من که از بیرون نگاه میکنم دقیقاً آقای رضا پهلوی واقعا به عنوان یک فردی که خاندانشون خب ارزشمند هستن ولی ایشون خب تجربه حضور در ایران نداشتن به دلیل موقعیتش. خب این دید باعث میشه که فقط میتونن ایشون متکی باشن به صحبتایی که در
با افرادی که قول ها یا خبرها که با افرادی هم که در دایره اون اینر سیرکلشون باشن اطرافی. و ازشون دعوت میکنم واقعا دوستانه که ایشون میتونه خیلی مؤثر باشه، شکی درش نیست. ایشون به مراتب من هیچ وقت نه ولی... چرا نه؟ حالا الان که اگر صدای منو میشنوه خب خیلی خوشحال میشم که با هم حتی برای شما همسایه هستین میدونی اینجا ایچون دیگه بعد من قدم اول الان قدمی که برداشتم این چیزی که شاهد مردم هستن. ما باید بین مجاهد، بین فردی که علاقه به شاه داره، یه فردی که دموکراته، ببینیم ما هممون ایرانیم، چرا یاد نمیگیریم که عاشق هم باشیم؟ اول اصلا چرا موضوع سیاسی باشه؟ چرا حالا عاشق هم نباشیم دوست باشیم؟ اصلا دوست باشیم اینجا تو آمریکا بله. تفاوت عاشق بله. I love you با I like you فرق میکنه بله. مواظب باشه بله. حالا من عشقی که به ایران مطرح میکنم من اون زبان چون یه هدف مشترک داریم میتونیم حول اون هدف بله. با هم دوست باشیم با هم چرا نباید باشیم. اگر این اتفاق میفته همونجوری که خب رضا پهلوی هم اومد و اون کاری رو که اتفاقی که در عراق افتاد محکوم کرد خب پس چرا اگر این قدم های کوچیک رو برمیداریم چه عاملیه؟ اینو باید فکر کنیم اون چه عاملیه که باعث میشه که زمانی هم الان هست که خب سازمان مجاهدی از طرف آمریکا دیگه از لیست تروریستی برداشته شده، ولی خب خانم رجوی باید در نظر بگیری که آیا دیدگاه مردم ایران در قبال ایشون و این سازمان های عوض شده؟ مطمئنا نشده. شما نگاه کنید اگر اسمش میاد همه به یه نوعی فرار میکنه، اگر جز به اون سازمان نباشی یعنی انگاره که حتی اگر اسمش رو بیاری انگاره که یه لکه ننگه به یه نوعی، یعنی حقیقتی که باید بپذیریم حقیقته. پس چرا نمیان؟ فکر کنید جایگاهی دارن اینا در ایران؟ اینها هم ایرانی هستن یا نه؟ نه 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 جایگاهی الان نه، از لحاظ موقعیتی به مراتب افرادی که علاقه دارن به آقای پهلوی به مراتب خب ارجحیت دارن نسبت به حتی کسایی که بخوام فکر بکنم بعد از اتفاقاتی که در زمان جنگ افتاد به همکاری که داشتن رفتن با صدام. خب آیا اینا فکر نمی‌کنن که اگر می‌خواید شما هدفتون مردمه دیگه، درست؟ اگه هدف ما به وجود آورد خدمت اصلا به مردمه، یعنی اون مردم هستن که باید بعد از اینکه هر تغییری وجود بیان تصمیم بگیرن که کی قراره رهبری اون کشور رو بر عهده بگیره، درسته یا نه؟ خب چرا ما الان باید بشینیم و از الان خودمون رو در یک جای رهبریتی گروه خاصی قرار بدیم و بگیم دستید همینه که هست؟ آیا پس اون شو فرق شما الان رهبر ایران چیه؟ سوال من از اینا اینه واقعا. آیا اینا فکر کرده؟ آیا اون مجاهدینی که واقعا اگر من بعضیشون رو مثلا دورا دور مقاله هاشون رو میخونم افراد واقعا باهوشی هستن، یعنی یک قشر خیلی پخته‌ای هستن، ولی من نمیدونم چه عاملیه که اینا رو محدود کرده؟ میخوای بگی اونا هم تماس ندارن با... یعنی اونا هم اون رابطه رو با ایران ندارن؟ با ایرانی ها؟ با ایرانی ها نه ندارن، چون که ببینیم از و مشکل از اینجاست. بله مشکل اینه، یعنی این افراد اکثرشون تحصیل کردن و واقعا دیگاه های خاصی دارن، حاضرم هستن که برای کشورشون هر کاری انجام بدن. پس میشه بگید شما همش امسایز میکنید، تاکید میکنید برای که برای اینکه آقای رضا پهلوی باید در داخل ایران با مردم ایران در رابطه مستقیم باشه، نه در خبرها فیلتر بشه بیاد سراغش، یا مجاهدین مخصوصا به خاطر کار اشتباهی که کردن بله. با اون کاری که در زمان جنگ رفتن با دشمن ایران همکاری کردن الان وظیفه سنگین تری دارن بله. که بتونن نظر مردم رو دقیقا عوض کنن. بذارید من بگم که مثلا امروز بعد از اینجا که شما دارید میرید از دفتر آقای رضا پهلوی به شما زنگ میزنن به شما میگن به نظر شما چه کار کنید. این آقای احمد رضایی با آقای پهلوی ملاقات داشت؟ من هیچ اطلاعی ندارم چون نمیدونم واقعا. خود شما هم که گفتید نداشتم. کتاب 50 روز با سیا رو حتما تهیه کنید بخونید، بعد سعی میکنیم که سوالات شما نظرات شما رو در برنامه‌های آینده از ایشون بپرسیم یا مستقیما با خودشون روی فیسبوک و وبسایتشون تماس بگیرید و باشون صحبت کنید، در تماس باشید. همینجوری که میبینید خیلی مشتاق هستن که یک کاری انجام بشه. خوشحالم که خودشون رو خدمتکار و سرباز میدونن و من همیشه گفتم اونهایی که میگن ما خدمتکار مردم هستیم به اونها بیشتر میشه اطمینان کرد تا اونایی که میان از بالا نگاه میکنن و فکر میکنن که بیشتر از مردم میدونن و یک نگاه حقیرانه دارن به مردم. شما گفتید که خانم فاینشتاین آمدن قبرس، قبل از اون خب باید یه ارتباطاتی برقرار شده باشه تا ایشون هم به شما اطمینان کنه هم شما
چجوری با چه شهامتی تو که ذکر کردم. خب ما که دو وقتی که رفتیم ابوظبی دیگه تماما در اختیار اونا بودیم، یعنی رفتی سفارت آمریکا گفتید بله. که ما میخوایم، ما میگفتیم که میخوایم پناهنده شیم، ولی خب هیچ وقت پیش بینی نمیکردیم که بخواد 50 روز طول بکشه. بعد پناهنده میخوام بشم، با اینکه میخوام اطلاعاتی رو بدم، من خودم پناهنده آمریکا هستم، هیچ وقت من به اون از پشت شیشه به اونورم نرسیدم، فرمشو گرفتم بلده. حتی یه شرکت دیگه فرمشو میگیره برای شما، پر میکنه، میگه حالا برو وایسا ویزای وایسا بغل تا برات بیاد. ولی اینی که شما میگی کاملا متفاوته، شماها اپروچ کردین، یعنی شما رفتید به اونها ثابت کردید که شما اطلاعاتی دارید که میتونید کمک کنه که اونها شما رو بردن داخل، این فرق میکنه. بله. بعد شما این دنبالش نوشتید که هدف من از نوشتن این کتاب این است که مردم آمریکا دریابند که میان کسانی که با آمریکا مهاجرت میکنن افرادی هستند که از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت این کشور در مقابله با تروریست ها دریغ ندارند. منی که این کتاب رو نخوندم فوری صفحه آخرشو قضاوتم این میشه که یعنی شما میان به اینا یه سری از عملیات ایران که میخواست تروریستی باشه برای اینا میگید؟ نه حالا بذارین اون بر دیگه ببینید ما که رسیدیم دیگه بخونمش بعد. ببینید این چرا، به خاطر اینکه بعد که در آمریکا این کتاب بخواد چاپ بشه و پخش بشه، این هستش که شما نگاه کن معمولا یه ایرانی رو میبینن همه فکر میکنن با یه تروریست برخورد میکنه، نه ایرانی، عرب، نه هر کسی که خارجی عمومش خیلی بوده، برای من هیچ وقت اتفاق نیفتاده ولی شاهدش بودم، حتی توی مطبوعات یا سی ان ان میبینید صحبتایی که میکنن انگاره که یک افرادی هستن که یه ذره حالت میدونین متفاو استریت تایپ برخورد میشه. بعد از تو هدف من هست که تمام آمریکاییان باید درک بکنن که اگر وجود ماها اینجا نباشه، وجود یعنی وجود ما باعث شده که این امنیت به وجود اومده، یعنی این نیستش که اگر یکی رو در ایران آمریکا شما در خیابون میبینی و فکر کنی در جا ذهن ما حالا یک نفر میتونه بیاد یه فاجعه به وجود بیاره، ولی این نیستش که شما بیای همه رو با اون قضاوت ببینی، یعنی خواستم تو ذهن هر آمریکایی اینو درک بکنه که یک فردی مثل من حتی میاد اینجا و حاضره که نه اصلا ربطی به مسئله ایران هم نداشت، ولی اگر تجربه که داشتم از ایران و اینجا از من خواستن که تو کیسایی بودیش که متفاوت بود به ایران ارتباطی هم نداشت بهشون کمک بکنم میکردم، مگر حالا جنبه شناسایی مسئله خاصی بود، یعنی موقعی حتی جونتو در خطر گذاشتی. بله امروز حاضری دوباره اون کار انجام بدی؟ ببینین اون در خب هر چیزی آره، من همه اول اینکه من هرگز پشیمون نیستم، هر قدمی رو تو زندگیم ورداشتم شکرگزار خدا هستم که واقعا هر شب و به صبح میرسوندم، همیشه تمامی افکار در ذهن من بوده، ولی این افکاری نیستش که شما بتونید اصلا با آدمای اصلا با کسی مطرح بکنید، هیچ چیز خاصی نیست، همه چیزش غیر طبیعیه. و در نتیجه اون نیرویه که اولا که هیچ وقت پشیمون نیستم، نه حتی در اون راه واقعا برای من آموزشی داشت، همونجور که تو کتاب نوشتم خب خیلی معلومات من حتی توی برخورد نیروهای امنیتی آمریکا اطلاعاتیشون با مردم چه، و دیدم اون تفاوته که واقعا مثل ایران نیست که اگر شما در جا بدون هیچ مدرک خاصی بخوان بیان به شما اپروچ کنن ببرن زندان، هیچ یعنی باید مدرک باشه، دلیل باشه، بعد اون فردم میتونه وکیل داشته باشه، یعنی از خودش دفاع کنه، یعنی ارزش انسان بودن در این کشور کاملا برای ما البته به دلیل همین چیزایی که شما گفتید تروریست و اینا این ارزش‌های مقداری از بین رفته. همین دو روز پیش شنبه باز یکی از نمایندگانی که قبلا هم می‌خواست رئیس جمهور بشه تظاهراتی بود که به آمریکا پیشنهاد میکنه که این جاسوسی و اینا رو استاپ کن، چون به وسیله این جاسوسی داری هم ماها رو به خطر میندازی، مخصوصا بعد از ماجرای این گوشی تلفن خانم نخست وزیر یا رئیس جمهور آلمان، بعد ماجرای فرانسه، ماجرای برزیل، ماجرای همه کشورهای دیگه صداشون اینا صداشون در اومده که بابا آمریکا تو قرار بری دنبال طالبان نه دنبال ما. بعد از اون ور میبینیم که نماینده مجلس دیروز تو برنامه‌ی شنبه آمریکا نشسته بودن میگفتن که خب ما مجبوریم این خبرها رو شنود کنیم، ایرانی‌ها میگن شنود، که ببینیم شاید هم یه وقت بخواد دوباره یه هیتلری بیاد بیرون. بعد اون خانمه میپرسید خب پس شما خبرها رو همه رو گوش میکنید که ببینید کدومش خوبه کدومش بده، که اون مرده اصلا مونده بود توی این سال. افرادی مثل شما که میان قبول داریم که آمریکایی‌ها میگن خب چه خوب شد که مثلا آقای توانانیا آمد که ما رو به اصطلاح آگاه کنه که چی میگذره اونجا، ولی از طرفی به نظر من میاد که بعدن
دست جمهوری اسلامی باز میشه در کشتن، مثلا برادر من رو تو ایران میگیرن، میگن به جرم جاسوسی. همین الان که ما صحبت میکنیم خیلی ها رو تو ایران به جرم جاسوسی، مثلا شهر ما شیراز، خیلی ها رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل گرفتن. بله. اگرم کسی گفت آقا اینها بهانه است و فلان، میگه آقا اینها، این کتاب خودش نوشته که آمریکا میاد اینا رو حتی از قبرس، از ابوظبی میبره. یعنی فردا، یعنی من نمیخوام چی بگم، میخوام شما خطری هست آدم. نه خطری اصلا نیست. نه ولی که برای اونایی که صبح، خب خیلی سوال منطقی بود. بله نکته رو گرفتم. ببینید من به گونه کتابو نوشتم که هیچ گونه خطری برای هیچ کسی که داره در ایران هر فعالیتی میکنه نداره، ولی اصلا جاسوس اصلی در این کتاب که بعد شما خودتون بخونید ببینید که سران ایرانه. من حرف من این بوده. آها. من دنبال کسایی که حالا میرن و مثلا یکی حالا ارباز میره دنبالش میگردن اینا نیستم. دنبال این هستم که من دارم طبق مدرکایی که اینجا تو کتاب نوشتم، طبق داستانا، چیزایی که حقیقت، چیزای حقیقی که با چش خودم شاهد بودم، دیدم که کسی مثلا به عنوان محسن رضایی که میاد و یادتونه بعد از انتخابات میاد میگه که موسوی کروبی اینا دو تا نوکرای آمریکا هستن، چون خاطر داره، به خاطر دارید این جملهشو؟ نه ولی خب بله. به یه نوعی وقتی اونا قبول کرد انتخابات بله. خب یعنی اینا بله. چیزن این نکته است که خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد، این حرف من به خود ایشون هستش که خود ایشون هستش که نوکر آمریکا هست در خیلی موارد بوده. شما فکر کن که پسر شما میاد با CIA بعد اینجوری میاد رابطه بین خودت و با آمریکا رو اینجوری برقرار می‌کنی، بعدم میای افرادی رو که بالاخره مردم دوستشون داشتن. جنبش سبز جنبشیه که نقطه عطفی در هر گونه تحولی در آینده زمان از لحاظ زمان شما 4 سال قبل رو با 15 سال قبل نمیتونیم میکس کنیم. بله. شما میگید که پسر خودت میاد رابطه شما رو با آمریکا اینو برای ما این همه سالهایی که بودش و احمد اینجا بود بعد رفت کانادا، چرا بعد از این که من فکر می‌خوام بگی که محسن رضایی با آمریکا رابطه داشته و این پسرش اومده به اینا گفته خب نه نه این پل ارتباطی از جهت اطلاعاتی بود، یه چیز کاملا یعنی واضحی، اصلا نمیشه گفت که چرا که اینجا بود، چرا من فاصله ازش داشتم و حتی اینجا هم خیلی علاقه به این مسئله داشتن و چرا میرفت ایران. شما فکر کنید که هستی که به قول آمریکایی میگه شما های پروفایل کیس هستی، درسته؟ میای بعدم میری ایران، یعنی با اون همه اطلاعاتی که میای، اگه حالا سوال اینه کسی که این همه کار کرده چه فرقی، شما گفتین که مثلا چه دیدگاهی راجع به احمد داری، خب چه فرقی بین این هزاران، ده ها هزار آدم رو به جرمهای حتی که قضایی اعدام میکنن، فقط میگن جاسوسی یا مواد مخدر فلان. بله. حالا کسی رو که در این لوله میاد و میره ایران، بعدم میگن حاجیه، بعدم چیه، وقتی هم که اتفاق افتاد همه به عنوان حاجی و مثلا میان تمام مسئولین هم بهش تصفیه عرض میکنن. میخوام بگی دو جانبه بوده، جدا از اینکه دو جانبه بوده، خود ایران که میدونسته چجوری همچین فردی، این تفاوت بین انسان هاست، طبق قوانین اسلامی انسان ما همه برابر باید باشیم. یعنی دارم میگم که اگر تمام بسیجی ها، تمام افرادی که در لیول های مختلف سپاه هستن، تمام از افرادی که در حوزه علمیه هستن، من حرف من با اونام هست، حرف من فقط با مردم عادی نیست که بیام بگم من به شما بیام این حرفا رو میزنم، این یک افشاگری عادی نیست، این نیستش که بگی این اینو کشا رفتن، قتلی به انجام دادن یا اختلاس، این بحث اصولیه که اسلام به وجود آورده. اصلا اصول انقلاب ما چی بوده؟ بر مبنای استقلال آزادی بوده، درسته؟ بر مبنای اینکه اگه شعار اولیه ایران همیشه چی بوده؟ مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. در صورتی که خب اون پرزیدنت شما، رئیس جمهور شما که با این سیستم شما 35 سال، چند 37 سال، 35 سال شما حکومت در دست دارید، با این ذهنیت به شماها گفته که مرگ بر آمریکا، که حکومت اینجوری به پیش رفته. خود من 5 سال بعد از انقلاب بودم، خب رابطه‌شون رو با آمریکا دیدم، ماجرای ریگان، ایران گیت، اون ماجرای اسلحه و ماجرای نگه داشتن گروگان ها، یعنی اینها همه خب دلیل بر حتی شماست که اینها رابطه داشتن. اینا تازه چیزایی بود که شاید شما میگفتید قبول نمیکردن، ولی این دیگه مدرکه دیگه، که تلفن دیگه چیزی که پابلیک بشه، چیزی که عمومی بشه، این دیگه چیزی نیست که شما بخواید بیایید بهش به مردم بگید یا به حد، نه به مردم عادی، مردم عادی که شاید بدونن اون آقایونی که توی اطلاعات هستن که واقعا حاضرن جان فشانی کنن برای کشورشون، باید بدونن که آیا این سیستمی که طراحی شده و خود این افراد شاید
باعث بانی قتل افراد جوانای بسیاری شدند. آیا اینا میتونن به عنوان مسلمان، به عنوان کسی که میان نماز شب میخونه، به عنوان کسی که از سادگی این افراد سوء استفاده میشه، میدونین من واقعا با این افرادم بودم دیدم، آیا میتونیم بگیم تمام افرادی که در که روحانی با جامعه روحانیت ما نمیتونیم همه رو بریم زیر سوال؟ اگر یک نفر دقیقاً مثل اونی که ما یه ایرانی میایم جامعه یکی ببینیم بگی شما تروریستی، من خیلی ها حتی در حوزه علمیه میدونم که همین الان آدم خوبی دارن، یعنی افرادی هستن که ولی اکثرشون در زندان هستن. شما میدونید چقدر جامعه روحانیت همین الان در زندان ها هست؟ خب پس ماها یکی هستیم، فرقی نداره، ما ایرانی هستیم. حالا اگر یکی هستش که میخواد، هدف من اینه که ما باید یاد بگیریم چجوری با هم یکی بشیم. اگر ما الان مثل زنجیری هستیم که پراج کرده هستیم، پخش شدیم، اگر بتونیم ماها اون غرور کذاییمونه که خیلی از ایرانیا دارن بذاریم کنار و بفهمیم که نیت ما این باشه که قدمی برای آینده نسخهای آیندهمون برداریم. حالا ما که در کشور اینجا هستیم، ولی چه فرق میتونه به نسل آینده من باشه با کسایی که در ایران هستن، کسایی که در جنوب شهر تهران زندگی میکنن؟ من هیچ فرقی نمیذارم، اونها هم باید از همون حقوقی برخوردار باشن که نسل‌های آینده من میخوام برخوردار باشن. شما نوشتید که با حفاظت و اسکورت شما رو آوردن، دروغ سنجا اینا امتحان کردن که ببینن تو مسیر رو من؟ نه، ما ببینیم، ما که رفتیم سپاس از توضیح کلی بدم، نه اصلا اینا نبود. چرا دروغ سنجا؟ ما خیلی رابطه‌مون حالا تو کتاب بخونی خیلی نزدیک بود، یعنی بعد که ما رو درجا گفتن که به محض اینکه متوجه شدن گفتن رفتیم یکی از هتلایی که برای تحت پوشش حفاظت اونا بود توی ابوظبی، سه روز بعد ما رو درجا خودشون اونجا خارج کردن با محافظاشون و بعد بردن قبرس که جزئیاتش خیلی، یعنی واقعا فکر میکنم که خیلی نکات ریزم من حتی اشاره کردم، یعنی هیچ سعی کردم سانسور به وجود نیارم که یه خواننده بگه چی، دقیقاً بر مبنای حقیقته، یعنی انسان باید درک این اثریه که من فکر میکنم میتونه در آیندگان نه فقط حتی در قشر ایرانی، همه دوست دارن راجع به این مسائل بدونن، شما حالا میخوای هر کشوری باشی، ولی خب این سایتی از همه دیدگاهی رو دارن که فقط سیاهی معمولا آدمو شکنجه میده، حالت اینو خشم بودن، نه آدمایی رو که بگن ما اطلاعاتی داریم اونا رو شکنجه نمیدن، اونا رو فقط دستگاه پالیگراف یا دروغ سنج وصل میکنن که ببینن وقتشون رو به اصطلاح تلف نکنه. نه برای ما این چیزا برای شما نیست. نه اصلا ما که بعد گرفتیم قبرس بعد اونجا که دیگه بودیم معمولا روزی 8 ساعت جلسه داشتیم و افرادی که می اومدن یعنی واقعا یه محیط صمیمی هم بود، یعنی اینجوری نبوده، با اینکه استراب خب زیادی داشتیم، چون ما وسط جایی بودیم که اصلا یعنی رفته بودیم یه ویلایی که یعنی وسط جنگل بود، با اینکه می رفتیم بیرون مثلا ویکندا خب آف بودش، یعنی بن جلسه نداشتیم، محافظا ما رو می بردن تو شهر می گشتیم، ولی از طرفی خب استراب های متفاوتی بود. آمریکایی بودن یا قبرسی بودن؟ نه همه آمریکایی بودن و هر جا وارد سر هواپیما فرودگاهی هم می شدیم اونجا هم افرادی بودن که مثلا ما فقط البته دو تا محافظ هم توی اون مدت به شما اون پاسپورت ایرانی و چی با چی شما ما با پاسپورت ایرانی، ولی خب بعد دست اونا بود فقط ویزا نمیخواست از ایرانی، چرا دیگه بازم همه اون اصلا اونا دیگه ما نبودیم، یعنی ما فقط میرسیدیم دم جایی فقط به ما میدادن ویزا توش بود بعدم میرفتیم به صورتی بودش که در مخصوص میرفتیم که یعنی با یکی منتظر ما بود، حتی بگمون که چک نمیکردیم و به مقصد بعدم میرسیدیم کسی بود که اونجا منتظر ما بود جدا از کسایی که حتی با ما همراه ما بودن محافظ ما بودن. خانواده شما رو توی ایران اذیت نکردن در اون زمان؟ چرا خیلی واقعا یعنی میخواستن خب محسن رضایی هدفش این بودش که بیاد، میگن که همیشه کسی که ضعیف‌تر زورش بهش میرسه، اصلا شما بی سوال من اینه که من الان اومدم اینجا صحبت میکنم چه ربطی داشت اون زمان به خانواده من؟ چجوری اگه خانواده منو سوال میگردن چرا نمیرفت خود محسن رضایی رو سوال بکنن که تو حواست به پسرت بود یا نه؟ ما در اون زمان هر کاری میکردیم هیچ کسی میرفتن به خانواده شما میگفتن که شما خب مسئولین زمان... که پسرتون این کار کرده، ولی خودش مسئولیتی در قبال پسرش نمیخواست، بخواست به اندازه گردن اون. بعدش هم البته توی یه مصاحبهاش انداخت گردن پسر داییم، گفت نمیدونم یادتون هست، گفت مجید توانا نامیه و کسان، یعنی واقعا اصلا به این فرد هیچ ربطی نداشت، ولی خب هیچ وقت اسمی از من نیاد. نه حقیقتش دیگه من اینا رو میدونید، بله. من اصلا امروز هم به شما گفتم چند سال، شما گفتی 15 سال، گفتم واو به این زودی 15 سال گذشت. دوستان عزیز داریم با نویسنده کتاب 50 روز با سیاه
یا 50 days with CIA صحبت میکنید، آقای علیرضا توانانیا کتابش رو تهیه کنید، با خودشون تماس بگیرید از طریق فیسبوک یا ایمیل تام میخوای بدی یا وبسایت. اگه وبسایت 50 days، من عکس وبسایتتونم اجازه بدید نشون بدم در طی قسمت دوم برنامه، من باز اونو نشون میدم، میگم چون این مسابقه خیلی به صورت ضرب العجل انجام شده، اینها رو ما روی سیستم نداریم، ولی امروز یک عکسی، دو تا عکس گرفتم، یکی از وبسایتتون، یکی هم از کتاب 50 days. باز با عددا شروع بشه فعلا دیگه، چشمام هم نمیبینی آقای توانانی. خدمت شما. شما اهل کجای ایران هستید؟ تهران. بله، بذارید من اینو نشون دوستان بدم اینجا. بله دوستان عزیز، این قسمت کتابه. بله. که به اصطلاح نوشتید، و این هم یه دونه عکس دیگه باید باشه. این عکس کتاب. این عکس کتاب. بله. و اون هم 50 days with CIA همونجوری که .com همینجوری که نوشته بدون هیچ فاصله اینها رو پشت سر هم بنویسید، 50 days with CIA.com. اگر سوالی داشتید از طریق همون کانتکت باشون صحبت کنید یا از طریق فیسبوکشون. خب شما توی صحبت ها من سوال کردم اگر از اینجا که میری آقای رضا پهلوی یا خانم رجبی با شما تماس بگیرن بگن خب شما ما رو متهم کردی که ما نمیدونیم تو ایران چه خبره یا رابطه مستقیم نداریم، شما میگید چه کار کنید؟ ده یه پاسخات رو اینش گفتید که بیاین خالصانه با مردم و اینها. من اولا که اگر حرفایی که میزنم این خب. نیستش که بیام کسی رو اصلا زیر سوال ببرم. در هر صورت چه خانم رجوی چه آقای پهلوی، خب انسانهای به نظر من خیلی با ارزشی هستن، خیلی فعالن، ولی سوال من ازش اینه که چرا از این انرژی که از این قدرتی که دارن، از این میتونن انرژی مثبت بیشتری رو، از این معروف بودنتون استفاده یا بودنتون استفاده، چه دلیلی داره، چه عاملی میتونه اینا رو واقعا استاپ کنه، باز داره که قدم بعدی رو که اون اتحاده، چرا اصلا چه اشکالی داره؟ مگه اینجا نیست شما فکر کنم مثلا جان مکینه، بعد میبینی از یه طرف با مثلا با کری اصلا متضادن از لحاظ دموکرات، ولی به موقعش که میرسه دست میدن. ببینیم ما اینو نداریم، این رو ما در قسمت افرادی که دستن در کار جمهوری اسلامی هم هست دیدیم که هر وقت اینها مصلحت نظام به خطر میفته میگذرن از منافع شخصی. بله. خودشون. همین آقای رضایی تا دید بعد از انتخابات مصلحت نظام به خطر افتاده گفت که آقا فراموش کن رئیس جمهوری و اینها رو من نخواستم، فعلا نظامو بچسبین. ولی از طرفی همونجا میبینیم که مثلا آقای رفسنجانی بازم کجدار و مریض را میره. بله. شما اینایی که الان اینجا هستن اسم بردین، دوتای مخصوصی که شما میگید آقای رضا پهلوی و خانم مریم رجبی، فکر میکنید اینا کجدار و مریض را میرن یا به خاطر عدم شناخت یا عدم محبوبیت میترسن تماس من میگیرن؟ حس میکنم که اگر این افراد جلوی مردم واقعا موضعشونو که موضع، من حس میکنم واقعا موضع حقیقی که در ذهنشون هست عشق به مردمشونه. من یه ایرانی هم، خب اونام هستن، ولی شاید در موقعیتی قرار میگیرن که عواملی باعث میشه که اینها اون قدم حساسی رو که میتونه تحول بزرگی به وجود بیاره بر نمیدارن. یعنی این که ما چرا به دلیل این که ما نمیتونیم نبشنویم. الان شما در کنار من هستی، شما اگر هر نوع حتی کریتیسایزی هر نوع بگی ایراد به من بگیری من خوشحال میشم و میخندم. چرا که بهشونم شرط کرده بودم با کمال مهربانی قبول کردم. بله. من لذت میبرم از کسایی که اگه من میخوام اینجا بیام بشینم واقعا اینقدر وجودشو داشته باشم که تحمل سوال سخت شما رو بکنم و سوالی هم که اگر دوستم ندارم بکنم، ولی وقتی که من خودم رو سرباز میدونم و هیچ نیتی غیر از نیت خدمت به مردم ندارم، چه لزومی داره که اصلا نخوام بیام پیش شما بشینم و بحث بکنم؟ یعنی میخوای بگی که اونها حقیقتش میترسن از روبرو شدن با مخالفین یا دوست دارن تو جمعی باشن که به به و چهچه بشنون؟ میتونه همه ببین، این میتونه این عواملی باشه، هر کونه از این عوامل وجود داره. خب ولی در صورتی میشه ما موفق میتونیم باشیم
ما هرگز نباید از مردم ایران انتظار داشته باشیم که اون اتفاقی بیفته که برن و چون واقعا کشته شدن انسان ما جون انسان مهمترین چیزه برام. ما اصلا هدفمون این نیستش که درسته که الان آمریکا نمیخواد هیچ کن تغییر بشه، ولی اگر هر کسی بخواد این فکر رو داشته باشه که بلند شد و چرا یه عده بلند شن و کشته بشن و یه عده خانواده بدبخت بشن، به اندازه کافی ما کشته دادیم. شما میگی اینا نشستن که اونها برن کشته بشن، فرش قرمز رو با خون خودشون قرمز کنن که اینها بیان. خب مردم میگن برای چی ما این کارو کنیم؟ فکر کذاییه اینا. اصلا الان شاید من ببینیم متعلقم به مردم همین فکرایی رو که الان من اینجا نشستم، این نیروی بوده که واقعا من در راهی بودم که شاید الان واقعا اینجا اصلا زنده نبودم. شما خودت که خودت مردمی میدونی، الان چه رابطه‌ای با مردم میتونید برقرار کنید؟ رابطه‌ای که با مردم میتونید، ما باید سعی کنیم، خب همینه که چرا از آقای پهلوی و خانم رجوی دعوت میکنم، سعی کنید بیایید تمام اختلافات رو کنار بذارید و یک مناظره، یعنی ببینید از این آسان‌تر، شما اختلافات هم داشته باشیم وجه اشتراک رو در مناظره میتونید بعد یواش یواش، چرا که اینا وقتی که خب نمیتونن نبشنون، اول میتونن یه بحثی باشه که فقط خدمت به مردم باشه. چرا مردم ایران نباید ببینن؟ اگر این شما به فکر این هستی که تحولی به وجود بیاد، خب در آینده اگر قرار آقای پهلوی کاندیدا بشن و خانم رجوی، درسته باید با هم مناظره داشته باشن. وقتی که اینا الان حاضر نیستن که در اینجا که آزاد با آزادی با هم مناظره داشته باشن، خب پس نشون میده که اصلا تمام افکار ما کذاییه، یعنی نشون میده که نیت ما خالص نیست. خیلی از این راحت‌تر میشه موضوع رو مطرح کرد واقعا، یعنی به جای اینکه مردم ایران بشینن بگن این گزارشگر چی میگه، نمیدونم اون یکی چی میگه، با هم از اونا بخوان که بیان با هم صحبت کنن. یعنی اگر نیروی خارجی بخواد وجود داشته باشه، باید این مورد باشه که بر باب میل حالا دولت مردای منظورم خارجی نباشه. اون نباید، اگر من اینجا نشستم باید صادقانه به فکر مردمم باشم. اگر آقای پهلوی میاد باید فقط به نیت خدمت به مردم باشه، نه اینکه الان شاید مثلا کسی در بین سناتورا یا یک کسی یه چیزی بگی که مثلا اون فریا ناراحت بشه، یا اینکه با اینکه مخالفیم باید اینجا کشور آزادیه، من اومدم اینا بالاخره به من خدمت کردن، من آوردن جونم سالمه، این هم زمانی که زندگی بود زندگی کردم اینجا، ولی اگر به پاش برسه از افکار خودم دفاع میکنم. این به این دلیل این نیست که اگر کسی دوست نداره من ساکت باشم ساکت بشم، نه. ما شما الان خدا... سیتیزن آمریکا هستی؟ بله. اونجایی که میپرسه حاضری جنگ کنی برای آمریکا چی گفتی؟ گفتم بله، وقتی که من آدم حقه بازی نیستم. اگه بخواد با ایران جنگ کنه، اگر بخواد با ایران جنگ کنه، ببینین من سوال خیلی خوبی کردیم، من مخالف تروریستم. آدم کشی رو حالا میشه آدم کشی میتونه باشه، حتی اگر هر جایی، حتی در ایران ببین اگر یک دانشمند رو میکشن محکومه، در آمریکا میکشن محکومه، هر جایی در عراق میکشن. یعنی اگر انسان روی یک اصولی پیش بره نمیتونه جنگی، چرا با آدم واقعا جون انسان خیلی ارزشمنده، اونیه که خداوند اون روحیه که در درون انسان میدمه و فقط هم اون میتونه بگیره. این که اگر باب تب من یکی نیست و من بخوام اونو بکشم نشون میده من آدم ضعیفی هستم و بس. حالا شما اگه فکر کن قوی ترین نمیدونم ارتشو داری و اینا، ولی شب که میخوابی میدونی چقدر آدم کشتی. خب حالا بعدم چند بالاخره من از این دنیا میرم، همه ما این دنیا میریم، چقدر از آدم ها اومدن و رفتن، هیتلر ها اومدن و رفتن، گاندی ها اومدن و رفتن. خب بذار مثلا آمریکا که من و شما خود منم سیتیزن هستم، فکر میکنیم که مهد آزادی هست و اینها، دیدیم همین نماینده که شنبه صحبت میکنه میگه وار آن ترور رو اسمش رو عوض کنید بذارید وار آن ارور، یعنی ما اشتباه رفتیم جنگ، اشتباه رفتیم عراق. ببینید اون سرباز آمریکایی که رفت عراق فکر کرد داره میره با تروریست بله. میجنگه، ولی عراق تروریستی نبود، اون به اصطلاح اسلحه کشتار دست جمعی نبود. بله. اونجا تکلیف من و شما چیه؟ اونجا خیلی سال... خب همین آدم که... بره نره جنگ چیکار همینه که خب بحث جنگ، خب من در موقعیتی نبودم که اون تصمیم میگیرم، مگه اگر در اون موقعیت بودم اعتراض خودم رو مطمئنن به گوششون میرسوندم و هرگز اون کارو نمیکردم. حالا برای اینکه میخوام فقط قسم این جمله شما رو کامل کنم و تایید کنم، اینه که اگر شما مصاحبه که از فورمر اینتلیجنت ایجنسی خانومی هست که تو یوتیوب هم هست، که ایشون بعد از اون اتفاقی که در مورد عراق افتاد از اونجا بازنشسته، یعنی استعفای خودشون اعلام کردن و در مصاحبه تلویزیونیشون خیلی جالب بود، ایشون گفت که فقط به ما از طرف رئیس جمهور دستور دادن که دنبال
هر چیز جزئی باشیم و آماده باشیم که فقط بریم جنگ کنیم. ما هیچ گونه مدرکی نداشتیم که در عراق بخوایم بریم و دنبال دمدیومدی و بمبای شیمیایی باشیم، فقط به این دلیل. یعنی من جوابم ایشون ایران، ایشون آمریکایی بود ولی استعفا کرد، چرا که مخالفتش رو نشون داد. خب حرف شما خوبه، تروریست باید محکوم بشه. آیا کاری که آمریکا کرد در قبال عراق کار درستی بود؟ خیر، اونم باید در صورت در موقع خودش کسایی که این کار کردن مورد بارجویی قرار بگیره. من کتاب بخونم یه مصاحبه دیگه داشته باشیم نه؟ حتما حتما، باعث افتخار منه. خب یه سوال دیگه میکنم از شما. آقای احمد رضایی پناهندگیشو قبول کردن؟ گرین کارت چیزی گرفت؟ بله، در جایی که ما جفتم اومدیم ایشون حتی سیتیزن بود. بله، با وجودی که اینجا مثلا 5 سال نبود میرفت. خب بود آخه، یعنی ببینید ما 15 سال بودیم. خب. بعد که اینجا بود یه مدتی هم رفت تا کاستاریکا. البته ببینید در خیلی از جاها شایع بود که ایشون دپرشن دارن و اینا، ولی من با برخوردی که با ایشون داشتم، یعنی در موقعیتی بود که واقعا تصمیم گیری برای سخت شده. یعنی این که چرا که اصول اصول بنیانین خودش رو به نظر من اون استانداردهاشو و هدفشو که اومده بود آمریکا رو عوض نکرده بود. یعنی همین بود که چرا مثلا شاید قرضای دپرشن میخورد یا اینا. این در این فرد بسیار باهوشی بود و کاری هم که اون کرد، یعنی شجاعتش واقعا از لحاظ من قابل تحسین، هیچ کی نمیتونه. اینجا که بود چه کار میکرد؟ از لحاظ شغل کار میکرد یا خواستم چون که بعد از این مدتی که رفت کالیفرنیا، یعنی اون البته خب من رفتم و درسمو تموم کردم تو رشته مهندسی کامپیوتر. تو ایران من عمران میخوندم ولی بعد اومدم اینجا کامپیوتر نرم افزار خوندم. ولی نه اینکه اومد اینجا، بعد عموش امیدوار رضایی بود که رفت کانادا که یه پلی ارتباطی شد که میخواستن این ساکت بشه و بعدم با پوانایی که من تو کتاب نوشتم فکرن یعنی به وسیله پوان... عموش به این میگفتن بابا بهش بگو ساکت، پوانا رو دادن و بحث ماه پول شد و میشه میدونستم که مثلا ماهی حالا $10,000 دارن همجوری بهش میدن و ماهی $10,000 بهش میدادن. بله. بعد دیگه این بحث ها به جونه شد، یعنی راه ما جدا بود. ببینید آیا اون این خیلی همیشه ببینید ماها چرا انقدر پول واقعا چیز کثیفیه؟ آیا ارزش خیلی به من از دور و بر خیلی شنیدم میگن که آیا فیله کجا $10,000 کجا؟ خب ببینید آیا حالا شما اگه زندگی منم همینی که هست، همینی که الان شما گوگل هم بکنید چیزی که خیلی راحته شما میبینید که مثل خیلی از آمریکایی خیلی میدل کلاس دارم زندگی میکنم. میتونستم اون داشته باشم ولی هرگز ننگ میتونستم. حاضرم با سختیت تو زندگی کنم ولی اون شرافتم از بین نره. میدونم که لاغر، حتی دوست دارم نسل‌های آینده منم رهرو کار من باشن. متاسفانه جامعه ما جوری شده که همه میترسن. چی؟ شما فکر کن. خیلی جالبه که فیدبک هایی که من از ایران گرفتم بعد از اون مصاحبه واقعا قابل قصه باورم نمیشد. جوانای مثلا بهتون میگم بین 18 ساله تا 25 ساله بیشترین کسایی بودن که خیلی استقبال نشون داده بودن به این موضوع، در صورتی که خیلی که تو آمریکا هستن همشون بی تفاوت همین که ترسیدن، تازه به یه نوعی هم تا حالت ترس هم داشته باشن. چرا که مثلا من اومدم اصول یارو که در ایران هست ریشش به نظر من هیچ ثباتی نداره. یعنی اگر شما میگی که واقعا مسلمون هستی، اگر دین، اگر اعتقادات تو میذاری بر مبنای حکومت، خب باید شما جوابگوی تمام مسائل حکومتی هم باشی. نمیتونی که اگر هر جا ایراد بیاد به این سمت بری یا به اون سمت بری. یعنی که اون قرص بودن، اگر مثلا آقای خامنه ای، خب ایشون اون افکاری رو که دارن از لحاظ یک فرد مذهبی، خب آیا در جامعه ما که با شعار استقلال آزادی، خب همین که اصلا لازم نیستش که به هیچ جزئیاتی ما بخوایم اشاره کنیم، فقط همین که میاد و رئیس جمهورشون الان با آمریکا حاضر صحبت کنه و عراضی میاد از اون و میاد میشینه با کنار جان کری، این یعنی چی؟ این یعنی تمام اصول مبنایی که یعنی زمانی که آقای خمینی اومد و گفت که من نگفت آمریکا شیطان بزرگه. خب اگر شماها که هیچ گونه اصولی رو بعد شماها شاید، یعنی شما قبول نداری که کشورهایی میتونن رابطه با آمریکا داشته باشن ولی مستقل باشن، آزادن باشن؟ ببینین اصلا اون بحث نیست، میگم اصول. خب این من اصول چیزو میگم. پس این قسمت سوم شعار ایناست که اشکال داشت. جمهوری اسلامی
اشکال داره، ولی استقلال آزادی خب خیلی کشورها میتونه داشته باشه. چیزیه که من میخوام اصلا این سواله که مردم باید فکر بکنن راجبش، یعنی ما نباید بهشون دیکته کنیم، باید خودشون بفهمن که اگر شما بر اساس انقلاب و آزادی میگین جمهوری اسلامی، خب ما میتونیم اینو قبولش کنیم، ولی وقتی که استقلال، آیا استقلال داری؟ نه واقعا فکرشو کنین، آیا آزادی داری؟ شما مقایسه کنین الانو با زمان قبل از این انقلاب، درسته؟ چرا ما بخوایم اگر نه تنها کسایی که به عنوان مثال آقای پهلوی یا خانم رجبی نمیتونن بشنون، حتی آخوندهای ما هم هستن که نمیتونن حرف برخلافش رو میشنون، در جا احضاریه میاد که برن دادگاه. ما کی میخواییم ارزش به فقط معنویت و انسانهایی که در جامعه هستن و میتونیم اثر گذار بشیم، واقعا کی میخواییم به این ارزش برای جون اونها قائل بشیم؟ ممنون. 50 روز با سیا آقای علیرضا توانانیا با میدیای آمریکایی مصاحبه داشتی؟ نه دیگه، وقتی که اون چاپ انگلیسیش بیاد خیلی فرق داره. الان فعلا الان در روزیش در جامعه ایرانی. ممنونم از شما، کتابو میخونم، باید تماس میگیرم میای اینجا. اون روز تا اون روز هم شما میتونید هم از لحاظ تلفن هم از طریق ایمیل سوالاتون، پرسشاتون و نظراتتون رو مطرح کنید، حتما ایشون پاسخگو خواهند بود. بریم با هم آگهی ها رو ببینیم، برگردیم در قسمت دوم برنامه ادامه بدیم سربی با مردم. ممنونم از آقای علیرضا توانانیا، اسمشون رو توی فیسبوک که بزنید کتابشون 50 روز با سیا 50 days with CIA. مرسی، خواهش میکنم، خدا حافظ. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوشرنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می‌کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام‌هایمان را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکم‌تر برداریم. آن وقت می‌بینید که چه راحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می‌شویم. با سپاس، محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی خواهان ایران، سوئد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. دوشنبه 28 اکتبر 2013 برابر با 6 آبان ماه 1392، ماه آبان که میرسه، 4 آبان سال روز تولد شاه فقید، شاه متوفا، شاه والا من نمیدونم دیگه تا کی ما باید
تولد مرده ها رو جشن بگیریم. بعد میرسیم به نهم آبان. خیلی جالبه امسال نهم آبان که سال روز تولد آقای رضا پهلوی هست، روز هالووین هم هست. حالا دیگه خودتون، یکی از دوستان ایمیلی فرستاده خیلی قابل خوندن نیست، ولی اگر کسی خواست ایمیل بزنه من اون رو براش از طریق ایمیل بفرستم. اینم از این ممنون. و بریم سراغ دوستمون. عذر میخوام، من ایمیل ها رو باز نمی کردم چون وقتی مهمون دارم متاسفانه به دلیل اینکه وسایل کافی نداریم باید برم اون ور، گاهی وقتی اصلا یادم میره که ایمیل ها رو باز کنم. دوستمون نوشته که از این آقا سوال کنید شما را برای جاسوسی و نفوذ در دستگاه امنیتی آمریکا فرستادن، شغل شما در آمریکا از اول تا امروز آیا به ایران هم تردد دارید؟ ایشون گفت که شغلش تو آمریکا، اینجا یه فروشگاه هست مثل مکدانلد هست، بهش میگن چیک فیله، گوشت مرغ داره، به خیال خودش هم میگه مرغای ما سالمتره و چیپس ما بهتره و یک شنبه ها میبنده که بره کلیسا. و گفت اونجا کار میکرده، الان هم میدونم که بیزینس خودش رو داره و سخت مشغول کار هست. اینایی که بیزینس خودشون رو دارن میشه بگی بدترین شغل رو دارن، بر خلاف اون تبلیغایی که توی شب میبینید وقتی خوابتون نمیبره، دو صبح سه صبح نشون میده بی یور اون باس، رئیس خودت باش، کنار یک جای نشستی و در یک ویلای و اینها. اصلا اینجوری نیست. اونهایی که بیزینس های خودشون رو دارن، شغل هایی رو که شرکت خودشون رو دارن، بدترین رئیس موجود که خودشون هستن دارن و کمترین تعطیلات رو دارن، بیشترین نگرانی ها رو دارن و الی آخر. ضمناً این رو هم من سوال کردم. ببینید شما انتظار دارید که بگید که آقا شما رو برای جاسوسی فرستادن، ایشون هم بگه بله. من از ایشون سوال کردم که آقا شما وقتی آمدید اینجا به شما این دستگاه های فکر کنم بهش میگن پالیگراف یا چیز اینجوری، ما میگیم دروغ سنج دیگه، خود اینا هم بعضی هاشون میگن لای دیتکتور، وصل کردن یا نه؟ و برای من جالب بود که ایشون میگه به ما اون دستگاه ها رو وصل نکردن، در صورتی که اونها وقتی که میخوان از یک کسی بازجویی کنن و اینها، یکی از اولین کاراشون اینه برای که وقت خودشون رو تلف نکنن. خب ما بریم سراغ پیام ها. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن اجلالی هستیم، چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر با آقای بابک هروی هستیم. و دوستانی که لطف میکنید پیام میذارید، اگر مایل باشید هم آقای بابک هروی میتونه توی برنامه ها از شما دعوت کنه به عنوان مهمان صحبت کنید، هم من، و اگر نظر مخالفی داریم میتونیم با هم مخالف باشیم ولی دشمن نباشیم. و این کلمه فاحشه رو میشه برای اونایی هم که فحش میدن استفاده کرد، فاحشه هم نباشیم، فحاشی نکنید. بفرمایید دوست عزیز. آقای توزی سلام، پیام نیست اونجوری، این در حقیقت برای دل خودم. پیام نیست اونجوری یعنی پخش نشه. پیام نیست اونجوری چیه؟ بگو پیام پخش نشه. خب بریم سراغ اونهایی که پیامشون هست اونجوری، یعنی پخش بشه. چهارم آبان، بله، چند روز گذشته آقای شهرام همایون فول، چی میگن، فول سپید، یعنی با سرعت آخر داره باز میفروشه چیز و اینها. دوستان بیان یه چیزی رو قبول کنیم که آقای شهرام همایون فروشنده خوبیه، از طرفی یه سری بینندگان دوست دارید بگید ساده لو، دوست دارید بگید که خوشباور، دوست دارید بگید نمیدونم. اینجا این دوستمون برای من این تیکه رو فرستاده بود که بیا ببین خریت تا کی. بعضیا میگن اینهایی که پول میدن و سکه های طلایی رو که فقط روش یکم توی شیراز میگفتن رتگل، نمیدونم این کلمه رتگل از کجا اومده، اینایی که روش رو فقط یه لایه پوشش میدن، حالا مثلا سیلور یا یه چیز دیگه است، فقط یه لایه نازک طلا هست، اینا رو به عنوان طلای 24 میفروشن و اینها میخرن. جالبه طرف داشت صحبت میکرد با آه و ناله که اینجوری بوده و اونجوری بوده، اصلا شهرام همایون دقت نمیکرد، فقط تا اینو قطع میکرد میگفت دوستان عزیز هنوز 50 تا سکه مونده، تا 4 آبان این سکه ها باید به فروش بره. دوستانی که طرفدار پادشاهی هستید اینقدر کلا سرتون گذاشتن، شما هم ماشاءالله پولدار، وضعتون خوب، هی گفتن 6 ماه دیگه میریم ایران،
6 ماه دیگه میریم ایران. خب حالا خدا رو شکر که شماها یه 100 تای چمدون با خودتون آورده بودی، اگر 99 تاشم باز نکردید باز داشتید لباس بپوشید. ولی بعضی بیچاره ها یه دونه چمدون آورده بودن، اینا بهشون گفتن چمدوناتونو باز نکنید، اون لباسایی هم که از ایران آورده بودن کپک زد و مجبور شدن باز برن یه خرجی بکنن. تا کی میخواین مزخرفات افرادی رو که بهتون دروغ میگن باور کنید و به اونها پول بدید، کمک کنید اونها بریشتون بخندن؟ این یه نمونه شو گوش کنیم با هم دیگه که این دوست ما این یه تیکر رو ضبط کرده فرستاده. یعنی در راه خدا میگه چی کاره ای؟ میگه من قالی بافم، شوهر ندارم، شوهرم فوت کرده، قالی میبافم، از راه قالی بافی زندگی رو تامین میکنم، بیمه ندارم، هیچی هم ندارم. میگه بهش که این خانم این چکو من بیمه. بله، این خانم با شور و هیجان توضیح میده که در قم زندگی میکنم و خودم شنیدم که یه شب یه نفر ساعت 12 بچهش رو میبره بیمارستان. ببینید دوستان، اینو که من میگم نکته به نکته با من بیان بریم. میگه خودم شنیدم، یعنی یکی دیگه به من گفته که یه نفر ساعت 12 شب بچهش رو میبره بیمارستان فلان در قم، راهش نمیدن. بعد این میاد با گریه و زاری بیرون، یه نفر توی ماشین وایساده بوده، میگه چی شده؟ میگه بچم رو راه ندادن. میگه این 5 تومن رو بگیر. ببینید چرا خود اینها با نادانی خراب میکنن دوره شاه رو. میگه این 5 تومن رو بگیر، برگرد برو بده به دربان در، اون در رو باز میکنه برو تو بیمارستان. 5 تومن میده، میره میده به دربان مستخدم در نمیدونم هرچی، در رو باز میکنه میره تو بیمارستان، بچهش رو میبینن، نسخه بهش میدن، خانمه میاد بیرون، دوباره چشم گریان، دوباره این آقا تو ماشین وایستاده بوده. داستانها رو ببینید، دوباره این آقا تو ماشین وایستاده بوده، میگه حالا دیگه چرا گریه میکنی؟ میگه خب به هم نسخه دادن، پول ندارم. میگه که این پول رو بیا سوارشو ببرم داروخونه و نسخه میگیره و نسخه رو بهش میده و اینها. بعد بهش میگه شغلت چیه؟ این از اونجاست. میگه که من قالی بافم و شوهرم ندارم فلان و بیسار و اینها. اون آقا یه چک میده به این خانم، میگه این چک بگی فردا برو بانک. بعد فردا این خانم میره بانک، دستگیرش میکنن، این چک مال آقای شاه بوده. بعد شروع میکنه این خانمه قسم میخوره که این عین واقعیته. خودش اولش داره میگه من شنیدم. شما وقتی میگی واقعیت یعنی اون موقع شب باید ساعت 12 پشت در بیمارستان بوده باشی، دیده باشی که این اومده. جوابش دادن، جواب کردن یعنی جواب منفی دادن. اومده اون آقای شاه نشسته بوده تو ماشین، بعدن نمیدونم. نکنید این کارا رو، مردم میخندن به ریش شما، میگن شماها یه مشتی آدمای خوش، ببینید ساده لو منم، ساده لو. طرف میاد کلا سرم میذاره، دوباره میاد دوباره کلا سرم میذاره، دوباره میاد دوباره کلا سرم، سه بار کلا سرم. ولی از این حد که دیگه بیشتر بریم ببخشید میشه نفهمی، نادانی و الاغ بودن. والا این الاغ خیلی باهوشه. الاغ شما از یه بار اگر بری پاش بره توی چاله‌ای میگن دیگه از اونجا نمیره. الاغ رو ول کن. من براتون یه چیز جالب بگم. من یه سگی داشتم، از کوچیکی هم اینو داشتیم. وقتی که راش میبردم بعض وقتا وای میساد، هرچی من میکشیدمش با این گردن بند لیشش اینا نمیمد. من تو فکر کردم خسته شده چون بچه از کوچولو بود، بغلش میکردم. یکم که میبردمش اون ورتر شروع میکرد دست پا زدن، یعنی منو بذار زمین، میذاشتم زمین. من چند مدت طول کشید تا فهمیدم از اون راهی که میرم یه سوراخ هست، از اینا که آبروهای آب آمریکا اینا میریزه داخلش. این فهمیدم که این وقتی که بچه بوده افتاده توی یکی از اینا قبل از اینکه ما داشته باشیمش. این دیگه حالا هم که بزرگ داشت میشد اینا میترسید. ما حیوانات رو دست کم میگیریم. ولی شما میای اولش میگی من شنیدم اینجوری در قم شاه اومده وایس. خانم عزیز، شاه حتی اون اواخر وقتی که مملکت به اون روز افتاده بود، شاه حسین از اردن اومده بهش گفته که برادر من بیا بریم داخل مردم لباس چیز بپوشیم که نشناسنمون، بیایم بریم تو بازار چیز کنیم. شاه قبول نمیکنه، شاه حسین ناراحت میشه، ول میکنه میره. اینها جز خاطرات آقای انصاری هست، جز اونایی که دوربر شاه بودن بوده. تعریف میکنن که شاه بعد از اون سوء قصد به جانش و اینها دیگه ترسیده شده بوده و از میان مردم میره کنار. حالا شما میای واقعی شنیدت رو
به حقیقت به خودت میقبولونی، بعد میکنیش واقعیت، روش قسم میخوری، بعدش هم آخرش 150 دلار میدی به آقای شهرام همایون، یه سکه میخری و میری. به این میگن ببخشید خریت نه تنها علف خوردن است. یعنی من میتونم نون و چلو کباب و اینها هم بخورم ولی خر باشم، نادون باشم، نفهم باشم. بشنویم صحبت این مسیج شماره 13 18 45 46 48 49 41. او مای گاد، بفرمایید. جناب سعودی سلام عرض کردم. برنامه‌تون خیلی جالب بود، خصوصا در ارتباط با افشاگری سازمان مجاهدین که می‌خواستن برن ایران با چنگ و دندان. و برصورت ممنون، برنامه‌تون خیلی خوب بود. مرسی. این دوست عزیزمون، من افشاگری درباره سازمان مجاهدین نمیدونم. افشاگر معمولا کسایی هستند که داخلش بودن و اونها میان افشاگری میکنن. ما فقط اینجا این بلنگو رو در اختیارشون گذاشتیم، ضمن اینکه دیدید این آقای توانانی ها هم وقتی صحبت میکرد راجع به مجاهدین، من دیگه نخواستم بگم که مجاهدین باید از ما هم ممنون باشن که اون موقعی که اسمشون در لیست بود ما با کمال شجاعت با صداقت برنامه‌هاشون رو پخش میکردیم، ولی بی‌معرفتی خودشون رو نشون دادن. ضمناً این دوستمون تشکر میکنه از اون ویدیوهایی که گذاشتیم برای اون موزیک ویدیوهایی که آقای امین از ایران اجرا کرده بود و همکارانش، که چندین بار هم در طی ویکند پخش شد. دوستان عزیز، وقتی که شما خواهشی میکنید و ما انجام میدیم، یعنی شما فرمان میدید و ما فرمان میبریم، بعد هم شما لطف کنید و اون درک و فهم و شعور خودتون رو نشون بدید با حمایت، اون هم حمایت ساده که هیچ چیز نیست به غیر از کمک کردن به تلویزیون مردم، که بتونیم ما این وسایل رو، خرجش و اینها رو از یه جایی در بیاریم. بفرمایید دوست عزیز. سلام جناب سعودی، داشتم برنامه رو نگاه میکردم در مورد پرچم. باید بتون حرفی رو بزنه. شما موقع دلم میخواد یه وقت موقعی تولد یا مردن آتاتورک بریم ترکیه ببینیم مردم چجور از پرچم و عکس آتاتورک احترام میذارن و چقدر اونا به دکتر به رضاشاه بزرگ احترام میذارن، در حالی که ما خودمون داریم میکوبیم اونو. این واقعا قابل قبول نیست. همه دنیا پرچم استفاده میکنن، یعنی هر در خونه یه پرچم آویزون میکنن موقعی که تولد یا مرگ آتاتورک هست. اون وقت نتیجه میشه که شما یه بار میگید همه دنیا، بعد همه دنیا رو تو ترکیه میبینید. بفرمایید. ترک ها میشن اون و ما میشیم این. ترک ها چی شدن الان؟ ترک ها حکومت اسلامی بعد از این همه ماجرا که آمد، حکومت اسلامی، دانشگاهاشون دوباره روسری و اینها زیاد شده. زمینن هیچ کسی مخالفت نکرده که شما در روز وفات آقای رضا شاه پرچم بیارید و عکس ایشون رو بیارید. کجا میخواییم بیارید؟ تو ایران؟ جرأت دارید تو ایران بیارید؟ الان با آخوندا بیارید؟ نه. تو خارج بیارید. خودتون با هم دعوا کردین. اون یکی گفت این پرچم صافه مال قاجاره، اون یکی گفت پرچم ذوالفقار حضرت علی مال مسلموناست. خودتون با هم شروع کردین. و الا شما پول خرج کن، پرچم درست کن، عکس آقای رضا شاه، عکس آقای محمد رضا پهلوی، عکس آقای رضا پهلوی رو چاپ کن، برنامه هم بذار، به هم هم دونه 3 تا چلو کباب بده. کیه که مخالفت کنه؟ ولی اگر شما صحبتتون راجع به آقای مشیری است و برنامه‌ای که لطف کردن و مهمون برنامه من بودن و ایشون گفت که هر کسی پرچمش بزرگتره، هم عقلش کمتره، هم آدم شالاتان تری هست، شما برنامه‌های تلویزیونی رو به من نشون بده، تلویزیون آمریکا، تلویزیون آلمان، تلویزیون ترکیه، که هر کدام آمده باشه یه بیرقی گذاشته باشه و زیر اون نشسته باشه، هر وقت هم می‌خواد عکسش بگیره پرچمو برداره تو پرچمه عکس کنه یا الی آخر. شما سیب با گلابی مقایسه میکنید، با پرتقال مقایسه میکنید، سیب با سیب، پرتقال با پرتقال. توی ترکیه آقای آتاتورک آمد اون کاری رو کرد که آقای رضا شاه میخواست انجام بده ولی نتونست. وقتی که آخوندها آمدن جلوش وایسادن، تسلیم آخوندها شد. این نیر خانم خیلی میدونه، خیلی میخونه و مایل هستم بیشتر باشون صحبت کنم و دوست دارم که
از این صحبتی که شما مینویسی من مینویسم من مینویسم، بعدا شما میگه ای شما فلانی رو گفتید خائن، میگم خانم من اینو ننوشتم، این رو یه نفر گذاشته اونجا نوشته که آقای کامبیز حسینی که با حسن دایی مصاحبه کرد، کامبیز حسینی هم خائنه. من هنوز تا امروز نه هیچ کس رو خائن، نه هیچ کس رو مزدور، نه هیچ کس رو مأمور صدا کردم، نه خواهم کرد و دلیلش هم بهتون میگم. وزیر اطلاعات ایران این آقای کی بود؟ هم فامیل آقای مصلحیه، کیه اینجا، اعلام کرده بود تا یکی دو سال قبل از هر سه نفر ایرانی که در خارج هستن وقتی اینا با هم جمع میشن، مثلا سوربی و حسن و حسین، اوکی؟ حسن و حسین فکر میکنن سوربی مأموره، سوربی و حسن فکر میکنن حسین مأموره، سوربی و حسین فکر میکنن حسن مأموره. گفته بود از هر سه نفرشون دو نفر فکر میکنن اون یکی دیگه مأموره. امسال در کمال خوشحالی ایشون اعلام کرده حالا دیگه هر ستاشون فکر میکنن اون مأموره، یعنی دیگه هیچی، هممون شدیم نوکر و مزدور مأمور مجانی آخوندا. برای چی؟ برای که مجاهدین خواهر برادر دیروزش گفته آقا این خونه خوبه، من دیگه تو این نمیخوام زندگی کنم، میخوام مستقل باشم، میگه مزدوره. برنامه گذار تلویزیون به خودشون برنامه میداد روزی 3 دلار، روزی 5 دلار، روزی 10 دلار. سوربی خوب بود تا گفت آقا خب این پول مال ماه فوریه رو باید الان دیگه اکتبریم، نوامبر داره میشه بدید. سوربی شد مزدور. شما من بهت یه حرفی بزنم من میشم مزدور. تلفن ندارم، شما تلفن میزنید من بذارم از اینجا براتون بیارم، ببخشید تلفن ندارم، ما اینجا امکاناتمون کمه، شما هم که کمک نمیکنید که چیز کنیم به اصطلاح. ببینم این دوستان قرار از جبهه ملی تماس بگیرن، به این دوستان ما هر چی تلاش کردیم گفتیم بابا جو. چرا همون موقعی که من برنامه زنده دارم شما بخواین زنگ بزنید تلفن منم اونجا باشه، تلفن اینجا باشه من نبینه، 5 ثانیه زنگ میزنید میره رو پیامگیر؟ خب قربون شکلت برم، شماها که ساعتها از ما جلوترید، از لحاظ سواد بالاترید، جلوترید، پیشرفته ترید، فهمیده ترید، قشنگ زنگ بزنید پیام بذارید، من اون پیام شما رو به اضافه لوگو یا بنر جبهه آزادی خواهان با هم میکس میکنم نشون میدم. نمیتونیم بابا، این درست میگه آقای توانانیا، میگه شمایی که خارج هی نشستید امروز فقط اتحاد. این میدونید که آقای چیز اسلوگن یا شعارش این بود آقای رضا پهلوی، امروز فقط اتحاد. خب آقا تو داری 20 سال اینو میگی، به من بگو اینم 5 نفر باهات متحد شدن؟ همش تظاهر، همش دروغ، همش فوش. طرف میگه آقا شما فوش میدی به پهلوی، میگم یه فوشو بگو. من انتقاد میکنم شما شاه اللهی هستید به نظرتون فوش میاد، و الا بیا آقا اینجا بگو اون روز گفتی فلانی اینجوری فوش شو ما بفهمیم. بعد بهش میگم که توی زبان فارسی ما فوش معمول هست یا نیست؟ گفتمتون سالها پیش یه نفر گفت آقا سر من نشسته داره برنامه نگاه میکنه. گفتم خب نگاه کنه. گفت خب شما تو برنامه‌تون گفتید احمق. گفتم خب احمق کلمه بدی هست، کسی که یه چیزی رو نمیدونه نادونه خیلی تکرارش میکنه این آدم احمقیه، یاد نمیگیره. و بچه شما چند سالشه؟ گفت 16 سال. گفتم این هنوز احمق و بلد بوده یا نبوده؟ اگه بلد نبوده الان بهش بگو احمق یه نوع بستنیه، هر وقت میبریش به ننجری بهش بگو اون شماره 16 به انگلیسی مثلا نوشته بلک اند وایت، بهش بگو این به فارسی میشه احمق. اگر بلده لطف کن به من بگو که اولین باری که احمق رو یاد گرفته کجا یاد گرفته. براتون یه داستان قشنگی رو بگم. ما از آلمان اومدیم، پسر ما اونجا کلاس اول آلمانی رفته بود، بعد اومدیم اینجا. نه من انگلیسی بلد بودم نه پسرم بلد بود، خانم من انگلیسیش از ما بهتر. بچه رو با گریه بردیم گذاشتیم مدرسه، خودمون گریه کنون برگشتیم خونه. هفته اول زنگ زدن و که این به یکی از بچه ها فحش داد. گفتیم که من و خانمم تو اتاق مدیر ما رو خواسته بود. گفتیم که چی گفته؟ گفته مثلا به یکی FU. گفتیم خب این کلمه FU یعنی چی؟ ما بلد نیستیم، نه من بلدم نه خانمم بلده، یعنی چی؟ گفت این خیلی فحش بدیه. گفتم خانم ما می از آلمان اومدیم اینجا و نه من بلدم نه خانمم بلده نه پسرم بلده، این فحش انگلیسیه،
اینو تو مدرسه شماها یاد گرفته. دوستان شاه اللهی، فحش کتاب علم رو بخونید، ببینید وقتی که میخ طویله میکردن فلان جای مردم، شاه و علم میخندیدن و اینها، فحاشی های شاه رو به درباریان ببینید، فحاشی های رضا شاه رو به اکر و نمیدونم نکرش ببینید، بعدن بیاین اینجا بشینید صحبت کنید. هی توی مهمونی ها دلا نشید به همدیگه بگید درود ورود. این روزا هم که سناتون رفته بالا تا یه اینجوری دلا میشید، پایین جلو میگه درود، پشتتون هم یه صدایی در میاد. گول خودتون نزنید، مرد باشید، زن باشید، انسان باشید، شهامت داشته باشید، بیاین اینجا بشینید بگید که شاه اللهی ها هیچ کس فحاشی نمی کنه. تا ما تلویزیوناتون رو ببینیم، از اون آقای سکویی گرفته تا اون آقای نمیدونم خانم عبدی تا اون آقای وطنخوا و الی آخر. دروغ به خودتون نگید. دیروز نمایشنامه خوشسالی و دروغ اجرا شد، چقدر قشنگ، چقدر خوب، منظم، صدا خیلی عالی بود. از آقای شکیبی و از آقای بزرگمهر خواهش میکنم این تشکر من رو به اون مسئول صدا اعلام کنید که خیلی قشنگ برای هر کسی میکروفون جدا، اینها هم یه اطلاعیه گذاشته بودن، کار قشنگیه که پرده اول، پرده یکم یا یک 7 قسمت داره، پرده دوم باز 7 قسمت داشت، کلش 14 قسمت بود. خیلی خوب هنرپیشه ها و اینا همه برنامه ها خیلی خوب و قشنگ اجرا کردن. طبق معمول آقای شاهین شکیبی هم مثل اونایی نیست که برنامهش که برگزار میشه اونهایی رو که بهش کمک کردن، همکاری کردن یادش بره. یکی یکی از همه تشکر کرده، از نشریه ایرانیان، از تلویزیون مردم و من به نوبه خودم از این دوستان ممنونم که به غیر از این که دارن مشکلات خودمون رو مثل یک آینه نشون میدن، دارن به همون یه چیزای دیگه هم یاد میدن. یک بار دیگه گروه تئاتر واشنگتن و به زودی هم برنامه هاشون رو دیروز هم اعلام کرد که سالی 2 بار در به اصطلاح واشنگتن نمایش میذارن. خبر خوب این که مثل که فلادلفیا و نیویورک و اینها هم میخوان برن. این دوستمون که صحبت کرد خانم نیر بود. بذارید قبل از اینکه پیام ایشون رو بشنویم، من درباره اینکه سالها پیش ما سنت شکنی کردیم و گفتیم که هیچ کس و هیچ چیز مقدس نیست، این رو من اضافه کنم. شما درست میگی نیر خانم، خدا مقدس نیست، پیغمبر مقدس نیست، شاه مقدس نیست، نمیدونم خمینی مقدس نیست. مثل اینکه من باید مصدق رو هم اضافه کنم تا دوستان طرفدار پادشاهی ناراحت نشن. ولی خیلی خوبه که شماها مصدق رو قشنگ در ردیف شاه میدونید و یکی از بزرگان مملکت. از این بابت ممنونم. بله مصدق هم مقدس نبوده و نیست و نخواهد بود. یه بار دیگه میگم که دوبار خوشحال بشید، مصدق هم مقدس نبوده، نیست و نخواهد بود. و میگم هیچ چیز، هیچ کس، اینا قدر مطلقه. هیچ چیز، هیچ کس، طرف زنگ میزنه فحاشی میکنه، من بهش زنگ زدم تشکر کردم گفتم که هر وقت دوست داشتی مهمون من بیا صحبت کن. یعنی چی؟ یعنی خانواده منم مقدس نیست، شما میتونی فحش بدی. چون اگر من احمق باشم، حزب اللهی باشم بگم خدا مقدسه، شاه اللهی بشم بگم خدا شاه مقدسه، وطن اللهی بشم بگم وطن مقدسه، اون وقت میشه دنیایی که الان داریم دیگه. اون میره اونو برای زمین میکشه، اون داره اونو برای ملک میکشه، اون داره برای اون برای شخص میکشه و الی آخر. هیچ چیز، همین هیچ چیز که میگی همه رو کاور میکنه، میپوشون. هیچ کس در تلویزیون مردم مخصوصا در برنامه من مقدس نبوده، نیست و نخواهد بود، از جمله آقای دکتر محمد مصدق. بفرمایید. جناب سازی، شما شاه رو گفتیم، خمینی رو گفتیم، این همه رو گفتیم، ولی مصدق رو نگفتیم. امروز دوبار گفتم که شما خوشحال باشید، مصدق هم مقدس نیست و نبوده و نخواهد بود. بفرمایید. جناب سازی، قبر نادر در مشهد و به صورت خیمه هست، خیلی قشنگ، مال محل خیخون درست کرده. قبر ناصر شاب در شابدلالی، اینکه بدونی. ممنونم از شما. این چیزی بود که من اون روز صحبت کردم، گفتم بابا ببینید ایرانی‌ها و پادشاهانشون، ما
ما در 2500 سال گذشته که تقویم و تاریخ نوشته شده داریم، چند تا از پادشاهامون در کشور ایران دفن شدن؟ حساب کنید. تا حالا دو تاش من پیدا کردم، نادرشاه و ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه که تو شابدالعظیمه، یکی دیگه هم بود یه جای دیگه نوشته بوده. کریم خان زندم که اصلا اون میگن پادشاه نبوده، اون مثل رئیس جمهور خودش هم اون موقع اینجور بوده. اینم تو ایران. من گفتم ولی دکتر مصدق در حیات خونه، در اتاق خونه خودش، یعنی زمستون تابستون، ایشون یک قطره بارون هم روی قبرش هم نمیریزه که نگران باشه. ولی دیدید مصر وقتی انقلاب بهار عرب شد چگونه خانواده شاه نگران بودن، که حالا بعد از اون ماجرای شابدالعظیم، نه اون کجا بوده، قبر آقای رضا شاه بوده، چه به سرش میاد، حالا نگران این بودن. ما اینو گفتیم، نشون میده که پادشاهی در ایران نتونسته محبوب مردم باشه. تونستن حکومت کنن با شمشیر، ولی همون شمشیر رو مردم گرفتن زدن در طرف و داغون کردن و حتی جنازه‌ش و اینها هم نیست و نابدید شده و رفته. یه نفر بیاد به ما بگه، یکی گفت آقا چرا ایرانی ها فقط هخامنشیان میگن، ساسانیان، اشکانیان، نمیدونم چند تا از این گروه ها داشتیم، چرا اینا رو صحبت نمی کنن؟ من نمیدونم، بیان صحبت کنی. دیوید به من گفته که یه مقداری در رابطه با خرافات صحبت کنید. گفتم خرافات دینی یا خرافات معمولی؟ همین الان که داریم ما صحبت میکنیم، هم شنبه گذشته 26 هالووین پارتی بود، هم 2 نوامبر، هم روز 31 که میشه پنجشنبه 31، جشن هالووین یا جشن ارواح خبیثه است، نمیدونم چی. خب این ریشه مذهبی هم نمیدونم داره یا نداره، ولی هست. به دیوید گفتم دیوید عزیز، این توی تمام دین ها هست، توی تمام فرهنگ ها هست، من اطلاعی ندارم، شما داری بیا صحبت کن. و شما نخواین از یه مجری تیوی که درباره همه چیز صحبت کنه. این همون جاییه که اونا میان سوارمون میشن و شدن، طرف از پشکل تا بمب اتم برای شما توضیح میده. امروز آقای سازگارا داشت توضیح میداد که طرف پول گرفته، گفته میخوام برم کشتی بخرم، بعد گفته کشتی ها گم شده، انگار کشتی مثلا دوچرخه هست که گم بشه. دوستان برید تو اخبار بزنید ببینید چند تا کشتی تا حالا گرفتنشون، برای یه مدت اصلا گم بودن. همین الان که ما صحبت میکنیم برید ببینید چند تا آمریکایی در رابطه با کشتی های باربری بزرگ گروگان گرفته شدن برای پول. آقای سازگارا والا بلا، این من نمیدونم به شما کی چقدر حقوق میده، ولی خجالت بکشید. شما مردم ایران رو به این روز انداختید با اون سپاه پاسداران. برید الان آخر عمر یا نمیدونم یه زندگی خوبی با شرفی داشته باشید، برای خودتون زندگی کنید. هی لازم نیست هر روز مثل علی ورجقک بپری جلو دوربین 10 دقیقه، حتی یک شنبه، شنبه من نمیدونم، خود شما آخرین باری که با هم صحبت کردیم گفتید خاطراتتون نوشتید زیر تختتونه و اون رو هم پول ندارید که یه روز چاپ کنید. اینجا یه پسر به این جوونی میاد، آقای توانانیا کتاب چاپ میکنه و خاطرات خودش چاپ میکنه، ولی شما با این همه واسطه و رابطه و ضابطه‌ای که دارید با افراد سرشناس فریخته مثل آقای نوریزاده و نمیدونم وایس اف امریکا و دیگران، نمیتونید یک کتابی رو چاپ کنید. اونم این روزا کتابا رو میتونید روی اینترنت به صورت PDF بذارید. دروغ نگید. این نمایش خوشتالی و دروغ خیلی جالب بود که این دروغ چگونه خانواده ها رو اصلا ریخت به هم و پاشون کرد. این نمایش رو برید ببینید وقتی میاد فیلادلفیا. یک کار خوبی که میکنن توی نمایش های بعدی اینها رو به صورت DVD میفروشن و اون رو هم من دیدم دیشب DVD نمایش درت رو میفروختن. این هم از این چی میگن در مورد این موضوع. بفرمایید جناب سعودی، اگر که با من تماس بگیرین یا بگین کی تماس بگیرم، من دقیقاً گفته شاه و در روز ابتدای مال حزب رستاخیز رو براتون میخونم. ممنونم. ایشون لطف کرده در رابطه با اون صحبتی که من کردم، گفتم شاه گفته بود که هر کی میخواد حزب رستاخیز بیاد، هر کی نمیخواد بره، پاسپورتشو بگیره و بره و اینها. ایشون در اون مورد صحبت میکنن. من یک فیلم 70 دقیقه‌ای برای شما درست کردم. ممنونم از اون دوستی که اینها رو فرستاد. اتفاقا در پاسخ به شما
خانم نایه، این دوستمون نوشته بود که من پاسخ شما رو با یک سری ویدیو میدم. من با ایشون تماس گرفتم، گفتم هر وقت پاسخ دادید این ویدیوها رو هم در اختیار ما بذارید تا از تلویزیون مردم نشون بدیم. ایشون لطف کرد همون موقع گذاشت و من اینها رو چسبوندم به هم، 11 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه و 70 دقیقه شده. ولی بیاین، من چون دو سه بار مصاحبه کردم با آقای دکتر منوچهر گنجی وزیر آموزش پرورش، اجازه بدید من یک تیکه کوچولو رو از این حزب رستاخیز به شما نشون بدم. اول رستاخیز دکتر گنجی. بله بفرمایید با هم این رو ببینیم و بشنویم، ببینید چی بوده. دوستان مثل این میمونه که من به شما بگم که تو سری بده، ولی این تو سری که من به شما میزنم از اون تو سری ها نیست، این تو سری هست که هوش شما رو زیاد میکنه. یادتونه چوب معلم گله، هر کی نخورده خله. اون پدر سوخته معلمی که به بچه ها چوب میزد اون خل بود. آموزش پرورشی که گفته بود این شعر رو نمیدونم یا شاعر، اون خل بوده. حالا ببینید آقای گنجی چی میگه. تازه دکتر گنجی یادتون باشه یکی از اونایی بوده که اول طرفدار جبهه ملی بوده در خارج، بعد این رو ریکروت میکنن یا میبرن تو ایران، به اصطلاح میخوان ساکتش کنن، یه شغلی بهش میدن مثل یه آشنایی یا یه فامیل دوری داشته با فرع پهلوی. همینجور که آقای توانانیا گفت که این آقای امیدوار نمیدونم چی رضایی پول درست کرده بوده برای اون احمد رضایی. دوستان ما 10,000 دلار به یه بچه 19 20 ساله بدید تو آمریکا، خب معلومه این بعدش دیپرس میشه و معتاد میشه و خودکشی میکنه و الی آخر. در هر صورت این آقای دکتر گنجی وقتی میره ایران بهش میگن آقا دوربر جبهه ملی و اینا نچرخ، اونجا پول توش نیست، بیا دوربر وزیر و دربار و اینها، اینم میشه غلام حلقه به گوش. ببینید چی میگه واقعا. این وزیر مملکت ما بوده یا هست هنوزم، چون این برورم تو تلویزیون هنوز صحبت داره، خود منم چند مدت پیش باشون تلفنی مصاحبه کردم. بشنوید ببینید چی میگن واقعا. این رستاخیز ملی از دیدگاه ما یه حزب مثل یه حزب سیستمای یه حزبی سایر کشورها نیست، سیستم یه حزبیه که شاهنشاه ما این من باور کنید هر وقت اینو میبینم خندم میگیره. این از اون نیست، این از اونایی که شاهنشاه ما گذاشته. بعدم آقای ودیعی توضیح میده که این طرح حزب رستاخیز و اینها اصلا چیزی نبوده که شاه هم سوادش رو داشته باشه هم بتونه اینجوری بنویسه، این یه طرحی بوده مال دیگران. شاه میاد اینو اجرا میکنه و چیز میکنه که دیدید به نابودی خودش هم کمک بسیار مهمی کرد. بفرمایید یه پیام دیگه، فکر کنم خانم نایر هست، از ایشون خواهش میکنم لطف کنن در طی برنامه ها یک کاغذ و قلمی، من وقتی دوستان میان اینجا براشون یک قلم کاغذ میذارم، اولا بالای این مینویسم که به تلویزیون مردم خوش آمدید که احساس خوشایندی بهشون دست بده، بعد یک قلم کاغذ ما اگه داشته باشیم وقتی یه برنامه ای رو میبینیم سر حوصله بشینیم بنویسیم، حتی دقیقش هم اگه دوست داشتی بنویس، مثلا یه میخواد لازم نیست بگو سوربی شما اون روز گفتی دو تا میشه 6 تا، دو تا میشه 4 تا، دو بعدش گفتی 9 - 1 میشه 7 میشه 8، اینا رو ردیف بگید بهتر از اینی که هی زنگ بزنید هی قطع کنید. دلیلش بهتون میگم، اون موقع شما میایین برنامه رو برای خودتون هی قطع وصل میکنید، اون موقعی که من ممکنه مثلا گفته باشم ببخشید من گفتم 2 - 6 میشه 4 تا، یعنی دیگه بعدا شما نگاه میکنید این لیستو که نوشتی اگر بشینی گوش بدی، درست مثل همون کلاسی که بهتون گفتم معلمایی که میفهمیدن به دانش آموزان میگفتن الان نمیخواد شما نوت بردارید، من بعدن براتون وقت میدم که نوت بردارید، شما اونو استفاده کنید برای پیام گذاشتن. شما 5 تا 6 تا پیام گذاشتید، بعد من مشاهده کردم که شما میگید که من فیلم به شما رو 2 بار دیدم ولی همشو ندیدم، یعنی نشون میده به جای اینکه 1 ساعت وقت بذارید 2 ساعت وقت میذارید، ولی شاگرد خوبی نیستید سر کلاس، حواستون پرته. بفرمایید این پیام را هم بشنویم. سلام آقای سوربی، چقدر خوبه که هر موقع بخواین میتونین برای شما پیغام بذارید. من متاسفانه توی فیسبوک هم ازتون تشکر کردم ولی نمیدونم چرا رو مردم ریپورت که میرم
سابق خیلی آسون بود، شما در تلویزیون شما در وسط بود، ولی حالا بلد نیستم که باید چیکار کنم و همیشه در حسرت این که بتونم برنامه شما رو در همون زمان پخش ببینم موندم. برحال شما که نمیتونین به تمام این ارباب رجوعی جواب بدین، ولی باز هم ممنون از شما و این همه روشنگری هایتان، خیلی ممنون، خدا حافظ. منم از شما ممنونم. من چند بار در رابطه با مشکلاتی که شما داشتید صحبت کردم، حتی از دوستان خواستم که با شما تماس بگیرن مشکلتون رفع کنن، ولی شما دو تا موضوع رو دارید یا اشتباه میکنید یا با هم مخلوط میکنید، مردم تیوی و مردم ریپورت. مردم ریپورت دات کام اگه برید اونجا، بعد نوشته برای دسترسی به رادیو تلویزیون ها اینجا را کلیک کنید، بعد که اونجا را کلیک میکنید دوباره برمیگردید 70 تا رادیو تلویزیون میبینید که دو تاش MT1 MT2 اینجوری هست، ولی اون که اون وسط میدیدید اگه نمیبینید، من خودم هم با اینترنت اکسپلورر این مشکل رو دارم و اون پلیر جدا هست. اون شما باید سیستمتون رو آپ تو دیت کنید، بروز کنید. من اتفاقا فکر کردم شما توی پیامی گذاشته بودید، گفته بودید خیلی ممنون که گفتید، حالا دیگه مشکل رو میدونم و اون کار رو انجام میدم. حالا من سعی میکنم بار دیگه اگر شما این فیلمو دیدی یا نتونستید مشکل رو حل کنید زنگ بزنید، من خودم بهتون زنگ بزنم و بتونیم با هم این رو درست کنیم، چون میدونم سعید حتی مکس اینها لطف کرده بودن، ولی نمیدونم که زنگ زده بودن تماس گرفته بودن یا همینجوری به اصطلاح گفته بودن راهنمایی کرده بودن که چجوری مشکل حل بشه. یه پیام دیگه هست، تکراری نباشه، گوش کنیم. بفرمایید. جناب سعید اگر که با من تماس بگیرید. این رو تکراری بوده، عذر میخوام، چون دیدم نوشته بود 1-2. در صورت چش شما به من بگید چه وقتی، چون شما در اروپا هستین 6-7 ساعت از ما جلوتر هستید، احتمال زیاد میتونیم با هم مصاحبه کنیم. خانم نیر قبلا هم صحبت کردیم، ایشون شخصی هستن که شوهرشون رو اعدام کردن و ننگ و نفرین بر کسانی که آمدن به با قول خوبی، صلح، برابری، مساوات، عدل علی، و اون موقع متاسفانه این سیاستمداران ما هیچ چیزی حالشون نبود، به مردم نگفتن که اینها کی هستن، چه میکنن، و به این روز افتادیم و کشتن افرادی رو. ای کاش دادگاه های عادلانه‌ای میشد و انجام میشد و اینها، و به نظر من اعدام هم باید از بین بره. همین امروز صبح یا دیشب بود یا صبح زود بود با یکی از دوستان مجاهد صحبت میکردم، اسم نوشته بود این که ولانه، اون که اینجوری نگفتم. آقا شما وقتی رفتید ایران، امید خدا با همکاری آمریکا بهتون قدرت داد و رفتید ایران، میخواین با این مزدوران، جاسوسان، ماموران چه کار کنید؟ بعد نوشته بود ما همیشه در تاریخ اینها رو داشتیم، اینها رو در دادگاه های عادلانه محاکمه میکنیم. میگم مثل کدام دادگاه؟ مثل کدام دادگاه؟ زمنان همین خانم نیر تو نوشته ای که نوشته بود این سخنرانی شاه هست در موقع افتتاح حزب رستاخیز، گفته بود که نمیدونم گفتن دو گروه هستن، یکیشون اینجوری، یکیشون به اصطلاح مثل خائنن، اونا رو که باید محاکمه کنیم، یکیشون آدمای هستن چی هستن، اونا رو فلان میکنیم. نه خانم، به این سادگی نبود. شما به من نشون بدین کدوم یکی از فامیلای شما رفت پاسپورت گرفت از مملکت رفت بیرون برای که مارکسیست اسلامی بوده یا کمونیست فکر میکرده. هر کی حرف زد گرفتن انداختنش زندان، و تو هر خانواده‌ای چند نفر این ور اونورش زندانی بود. دو تا فامیل می‌رفتیم اونور، پسرخاله اونو گرفته بودن، اونم شایع می‌کرد که توی زندان اینجوری بوده اونجوری بوده، حتی میگفتن توی زندان اعداممون هم کردن. این دیگه شده جوک. میگن آقای منتظری وقتی از زندان آزاد شده بود و اینا باهاش مصاحبه می‌کردن، گفت که والله در زندان‌های شاه به همه یا تجاوز می‌کردن یا اعدامشون می‌کردن. بعد فهمید، بعد حرف زده، گفت البته من رو اعدام کردن. این دیگه جوک شده بود. بذارید ببینیم این دوستان هستن از جبهه آزادی خواهان، امیدوارم که پیامشون رو بتونیم پخش کنیم اگه اونها باشن. بفرمایید. درود به آقای سردی محترم، لطفا این اطلاعیه جبهه آزادی خواهان ایران رو پخش فرمایید، سپاسگزاری میکنم. مردم آزادی خواه ایران، همانطور که اطلاع دارید با انتخاب آقای حسن روحانی
ادهی فکر میکردن گشایش سیاسی به وجود خواهد آمد و در فضای باز سیاسی می شود طیف میانه جامعه را به حرکت درآورد. ولی راست افراطی همه اهرم‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی را در دست خود دارد. با کشتار اخیر می خواهد نشان دهد که به طیف میانه دل نبندید و قدرت لایزال ما هستیم. یا به عبارت دیگر از رشد طیف میانه مرگ خود را می بیند. ما به همه خانواده های داغدار به خصوص به خانواده های کرد و بلوچ ابراز همدردی کرده و پیمان می‌بندیم هرگز در مقابل ظلم و ستم به طیف خاموش جامعه نخواهیم پیوست و در مقابل استبداد حاکم زانو نخواهیم زد. زنده باد آزادی، نابود باد استبداد به هر شکلش، جبهه آزادی خواهان ایران. با سپاسگزاری از شما. بدرود. ممنونم از شما. اگر لطف کرده بودید این پیغام رو زودتر گذاشته بودید، من با لوگوی جبهه آزادی خواهان ایران نشون میدادم. دوستان عزیز، لوگو و بنر جبهه آزادی خواهان رو روی وبسایت مردم‌تیوی.com میتونید ببینید. از اونجا لینک کنید، شما رو به سایت خودشون میبره. روی آرشیو، روی بایگانی هم هستن که اگر روی بایگانی رو برید اونجا لینک کلیک کنید، میبره شما را به قسمت ویدیوهای جبهه آزادی خواهان، از راه پیماییشون، تظاهراتشون، از صحبتهایی که همین دوستان کردن و مصاحبهایی که من انجام دادم. ضمناً دوشنبه هفته آینده هم باز با یکی از دوستان پناهجو مصاحبه خواهیم داشت. چون من اسمشون رو درست متوجه نشدم، نخوندم با دقت، اجازه بدید اسمشون رو نگم و این رو بذاریم برای یا جمعه یا دوشنبه، ولی دوشنبه هفته آینده. یکی از دوستان نوشته که سوربی جان تو اشتباه گفتی. افغانی ها میگن آقا شما غلط کردی. شما درست میگی، من غلط کردم، اشتباه گفتم. میگه که قبلا میگفتن که از هر سه نفر یک نفر فکر میکنه که اون دوتا مثلا مامورن، الان از هر سه نفر دو نفرشون فکر میکنن، یعنی حقیقتا سه نفر همه فکر میکنن اون دوتای دیگه مامورن، اون دوتا مامورن، اون دوتا. اون چیزی که من میخواستم بگم، حالا شاید نتونسته باشم بیان کنم و برسونم، اینه که من و شما مفت و مجانی، من تا نیر خانم میگه که من طرفدار پادشاهیم میگم این مزدوره، اون یکی دیگه نیر اسم میبرم چون به ایشون گفتن شما مثل خواهر من هست، چون ایشون زده من جز فامیلش هستم، برای من از طریق فیسبوک آمد که نیر فامیل شماست، گفتم بله ایشون خواهر من. در هر صورت اون یکی میگه اون مزدوره، اون یکی میگه اون مزدوره، اون یکی میگه اون مزدوره. من آمدم در تلویزیون میگم آقا تلویزیون مردم و سوربی میگه شما از هر کسی، از هر سازمانی، از هر آخوند پدرسوخته‌ای که میتونید پول بگیرید، من 25%ش رو هم به خودتون به عنوان کامیشن میدم. ولی شما میبینید که طرف میگه حتی CIA که ما رو آورد اینجا بعدن به ما پولی نداد، گفت آقا اون چیک فیله برو اپلیکیشن بگیر برو اونجا کار کن. به کی پول داد؟ به بچه محسن رضایی، اونم به دلیل اینکه کردنش رابط دو جانبه. آخه آخوند بیاد به من یا دیگری که تو تلویزیون نشستیم در یک قفس خودمون، نه سواد داریم نه فعالیت سیاسی داریم، پول بده برای چی؟ که چی بگیم؟ که مثلا من بگم مواظب نیر خانم باشید، ایشان طرفدار پادشاهی است. این پدرسوختا که زدن همسر ایشون رو کشتن، دیگه مواظب چی باشم؟ چه خبری رو من میتونم به آخوند بدم که برای آخوند دست اول باشه؟ شما به من یاد بدید تا من بهشون زنگ بزنم بگم آقا من یه خبر دست اول دارم، ما ایرانی‌ها که هممون برای جاسوس شدن، مزدور شدن تو صف وایسادیم، از بس هیچ کس استخداممون نکرد خودمون مجانی به همدیگه میگیم مأمور، مزدور، خائن. یه خانمی که نه عکسی نه اسمی نه چیزی داره، میگم خانم خب شما اگه میخوای بیا صحبت کن، اصلا ببینیم چیزایی که مینویسن شما میفهمی، از نوشتنش میفهمی که این مجاهده. یعنی نوع نوشتنمون هم عوض شده، بستگی به طرز فکری که داریم. شاه الله فکر کنه از همه طلبکاره، نمیدونم اون یکی فکر میکنه، اون که یک کمی از آزادی صحبت میکنه فکر میکنه از همه فهمیده تره.
خب این دوستمون الان پیغام گذاشته میگه که مردم فکر کردن حالا که آقای حسن روحانی آمده یه تغییر ایجاد میشه، ولی راست افراطی مذهبیون تندروها چنان قدرت رو در دست گرفتن که به کسی اجازه نفس کشیدن نمیده. این کی بوده؟ موقعی که ماها غافل بودیم. برای پادشاهی که مرده جشن تولد میذارن، آقای ستار زنگ بزنیم ببینیم که آقای ستار شما میای اینجا توی تولد پادشاه مرده فوت شده میخونی چند پول میگیری؟ چرا نمیای یه برنامه را بندازی مردم رو، شما که طرفدار پادشاه هستی مردم رو طرف حمایت کن، چیز کنی، بخوای ازشون به آقای رضا پهلوی بپیوندن. حالا من گفتم، تماس گرفتم، گفتم میدونم اینا مسافرتن و چهارم آبان و نهم آبان و بذار هر چی میخوان از سرکول همدیگه بالا برن و بپرن بالا و بپرن پایین، وقتی آزاد شدن اون وقت زنگ بزنید تا با آقای رضا پهلوی صحبت کنید. این آقایی که من پریشب ایشون رو ملاقات کردم بهش گفتم ببین اگه میخوای بیای تو برنامه من این صندلیه داغا کنه آقا. من گفتم ضمن این که دارم اینو بهت میگم، ولی به احترام مهمان برنامه هر کسی حق داره بگه من این سوال رو میخوام پاسخ ندم، یا الان در این زمان ترجیح میدم این پرسش شما رو بدون پاسخ بذارم. دوست عزیز بفرمایید، حسن ختام برنامه، بریم سراغ آقای اجلالی ساعت 4 بعد از ظهر. خبر سلامتی تو بده به آخوندا. خبر سلامتی خودم رو؟ آره بله بله. آها به عنوان لاپورت. اوکی چش مرسی عزیز. ساعت اول مهمون داشتی، الو جانم گوش میدم، ساعت اول مهمون داشتم. مهمونتون چی بود؟ داستانش یه خونه همچین. آهان، این آقای علیرضا توانانیا همسن و سال پسر محسن رضایی، اینها یک کتابی نوشتند به نام 50 روز با سیا، با CIA، و ایشون ادعا میکنه که خانم فاینشتاین اون تندرو کالیفرنیا نماینده رفته قبرس، اینا رو آورده و 50 روز هم براشون خونه گرفتن، تخلیه اطلاعاتی و اینها کردن، و مصاحبه جالبیه. بازپخشش رو میذارم از امروز تا چهارشنبه براتون بازپخش رو میذارم. یه نیم ساعت اولش رو دیدم ولی به نظرم یه خود شبیه خخخا اومد این آقا. خب این رو هم من کتابش رو بخونم بعدم باز با هم صحبت میکنیم انشالله. ممنونم از لطفتون. بعد هفته پیش شما یادی از ونان کردی، یادی از مثلا صحبت از کاخ کاخ مرمر، کاخ گلستان کردی. بله ونان یه ترانه خود الهه ناز. بله اینو میدونی که به افتخار مرحوم الهه خوند؟ نه نمیدونستم، ولی این شعر رو آقای معین هم پریشب اجرا کرد، خیلی هم قشنگ. بله به هر صورت اینو منان خواست که شعرشو بگن و آهنگشو بسازن و ایشون هم به افتخار الهه مرحوم الهه خوند. بازم خدا پدر مادرشو بیامرزه که از همکاراشو اینا قدردانی کرده به این صورت. بله سال کاخ گلستان گفتی، سال 1338 کاخ گلستان توسط یه شرکتی بازسازی شد. آها. بعد کارای چوبیشو در پنجره هاشو اینا رو مرحوم پدر من ساخت. به به. یه آقایی هم بود تو مریلند و اینجاها کارای گچبری کاخا رو انجام داده بود یا میکرد هنوزم، نکنه شما هستید؟ نه ما گچبر نبودیم، ما صنایع چوب. چرا؟ آها خب پس لازم شد شما هم یه روز داشته باشیم با شما صحبت کنیم. قربونت برم. ممنونم، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. همچنین برای شما. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. دوستان بهار عربی، تونس، مصر، لیبی چی شد؟ ضمناً علی دوستمون از آلمان برای من یه سیتای ایمیل، اونم هر کدومش دو تا فرستاد و گفتم علی جان این کارو نکن، من اگه 7 تا بیننده داشته باشم 7 تا 3 تا 210 تا میشه، در صورتی که حالا خودتون میبینید من 3000 تا فقط روی ایمیلم هست، 5000 تا روی فیسبوکم هست، جی ال باکس و تی وی باکس و اینا هم پیشکشتون. بعد گفت که به خدا تقصیر من نیست، چی شانس آوردی یاهو دو تا میفرسته. یا برش گفتم که تو یاد من یاد نوشته کارو انداختید، نوشته بود که یه رعیتی بوده، یه کت خدایی بوده، بعد
هر دوتاشون دختراشون چشمهاشون چپ بوده، لوچ میگن. بعد یه روز این کت خدا داشته رد میشده سر زمین، وای میسته به رعیته میگه که چهار چه خبر؟ میگه آره اینجوری ما همه این بدبختی هامون کم بود که حالا دخترمون هم چشمهاش چپ شده و اینها. بهش میگه خب پدر سوخته، تو این مدت رعیت من بودی نمیدونی دختر من هم چشمهاش چپه. میگه قربان، دختر شما خوشبختی ها رو دو برابر میبینه، دختر من بدبختی ها رو دو برابر میبینه. ضمن این که اینایی که چشمشون چپه دو برابر دوتایی نمیبینن، من و شما هستیم. خود من و شما اگه تمرین کنیم، مغز انقدر قوی هست بعد از یه مدتی حتی چشمامون رو چپ نگه داریم تطبیق میده و پشت مغزمون اون رو به صورت یه دونه در میاره. این هم برای علی عزیز که ایمیل زیاد نفرسته، دو تا سه تا در روز ماکسیموم خودتون رو محدود کنید به 5 تا. هر آهنگی دیدید نفرسید، هر چیزی دیدید نفرسید برای همه دوستانتون. لیستای مختلف درست کنید، مثلا لیست مدیا درست کنید، لیست جنرال درست کنید، لیست جوک درست کنید. اگه یه دوستی گفت آقا من عکس لختی خوشم نمیاد، براش نفرست. اگه گفت جوکای ترکی، لوری، شیرازی، رشتی اینا دوست ندارم، براش نفرست. چند تا لیست مختلف درست کنید بعد برای اون لیست بفرستید. منو بذارید تو لیست آدمای بد اخلاق که فقط خبرای مهم با براشون باید بفرستید. دوستان عزیز خیلی براتون فیلم دارم، ولی باید برم برنامه آقای اجلالی رو با هم بشنویم و ببینیم. پس از اون رستاخیز رو براتون میذارم 70 دقیقه، شما خودتون ببینید تو چه مملکتی بودیم و اینها چگونه با دست خودشون، با خرج خودشون مملکت رو دو دستی دادن تحویل آخوندا و همشون فرار کردن، یاران خودشون رو هم اونجا به کشتن دادن. روز و روزگار بر شما عزیزان خوب و خوش. شما هم میتونید از سرویس های تلویزیون مردم استفاده کنید. ممنونم که بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. مرسی مرسی مرسی.